بینندگان عزیز، با سلام به شما. کانون آوا تقدیم میکند. طبق برنامه های چند ساله و هر هفته روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، پایتخت آمریکا، با دوستانی هستیم که سالهای سال جوونیشون، عمرشون رو در سازمان مجاهدین طی کردن. ما نمیخوایم بگیم تلف کردن، ولی خودشون بعضی هاشون میگن تلف کردیم. امروز خیلی خوشحالم، سال نو، یکی از دوستان جدید، بهتون گفتم قبلا، اندک اندک جمع یاران میرسند، آقای مالک بیت مشعل، و بهشون گفتم وقتی من اسم شما رو خوندم یادم به مالک اشتر، بعضیا مالک اشترم میگن، افتادم. ایشون هم خندید، گفت بله خیلی ها همینه میگن. در اصل بهشون خوش آمد میگم، سلام میکنم خدمتشون، و ایشون در آلبانی هستن. ازشون خواهش کنم چند دقیقه به طور مختصر درباره خودشون صحبت کنن، بعد با اولین سوالی که روی پوستر برنامه امروز یا فلایر امروز بود شروع کنن، که علت پیوستن ایشون به سازمان مجاهدین، و به ما توضیح بدن که تصور ایشان از درون و بیرون چی بوده. آقا خیلی خوش آمدید، اولین بار هست، امیدواریم که آخرین بار نباشه و در برنامه های آینده هم شما رو داشته باشیم با خبرهای خوش و بهتر. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و سال نو رو به شما و دستاندرکاران و تمام هموطنان عزیز تبریک میگم، و انشالله که سالی پر از شادی و طراوت و موفقیت باشه. من همونطور که شما گفتین، من مالک بیت مشعل هستم، از بچه اهوازم هستیم، و زمانی که جنگ بود من خوب کوچیک بودم. اون موقع یه شعارهای، اون موقع که جنگ بودش با عراق، مردم در حال خونریزی و کشت و کشتار بودن، این سازمان مثلا می اومد می نوشتن شعار، می نوشتن رو دیوارا که نمیدونم درود بر رجوی و رئیس جمهور باید رجوی بشه و فلان. خب ما کوچیک بودیم، زیاد سوال جواب نمی کردیم، تا اینکه از یکی از این بزرگترها که خوب اینا رو میشناخت، ما هم بچه بودیم با هم صحبت میکرده، گفت ضد انقلاب. انگار همین یک کلمه برام کافی بود، انگار این یک کلمه، با اینکه کوچیک بودم و هیچی هم نمیدونستم، انگار همیشه برای من بس. گفت دیگه اصلا سراغ اینا نه، سوال نکن دیگه. من هم نه سوال جواب کردم نه پیگیری کردم که اینا کیا هستن چی هستن، تا خلاصه نمیدونم چطور شد که نمیدونم مشیت چی بوده، قسمت چی بوده که ما بعد از چند سال که توی ایران، 30 سال توی ایران زندگی کردیم، ما یک روز در مسافری که به ایران شهر رفته بودیم که اونجا با یک نفر آشنا شدیم. حالا این نفر هم رابطه همین این سازمان بود، ما هم خبر نداشتیم که این نفر رابطه سازمان هست. ای خودی که با هم شروع کردیم به صحبت کردن و فلان اینا، این از حرفای من فهمید که من قصد رفتن به خارج از کشور دارم. گفت که چرا نمیری پاکستان؟ اینم این سوالش بود. گفتم پاکستان چیکار کنم؟ آخه پاکستان اکسن دارم، میگم ایران کار میکنن، اونجا کار نیست، تازه زبانش هم که بلد نیستم. گفت که نه، یک راه من بهت نشون میدم که راهش هم خیلی عالی و خوبه. گفتم چیه؟ گفت که از اینجا من میتونم تو رو بفرستم پیش این مجاهدین. تا گفت مجاهدین، به ذهنم زد که این همون منطقه، ولی خب شناخته این فلان ازشون من نداشتم. گفتم که اینا چیکار کنن برای من؟ گفت با اینا من تو رو معرفی میکنم، میفرستم پاکستان، از پاکستان تو میری عراق، بعد 3 ماه تو به اینا بگو من میخوام برم آلمان یا فرانسه یا هر کجا که دوست داری، بری اونجا بگو من میخوام هوادار باشم و برم اونجا. اینا خیلی راحت و بدون اینکه اصلا دردسر ایجاد بشه، قانونی برای تو پاسپورت و ایمیل و همه چی برات درست میکنن و تو رو میفرستن به خارج. که من از اینکه رسیدم دم در اشرف، پادگان اشرف که در عراق بود دیگه، من احساس کردم اینگار برای آخرین بار درم بیرون نگاه میکنم. همچین احساس من داشتم، یه نگاهی به دوره بر بیابون کردم، اینگار یک چیزی تو درون گفت که دیگه تو این بیرون نخواهی دید.
چه سالی بودی؟ سال تقریبا 1381، یک سال قبل از جنگ دوم آمریکا و عراق. بله. این آشنایی من بود که به سازمان من از اونجا دیگه وارد سیستم اونا شدم. بله، اجازه بدید که اون چیزی که شما فکر میکردید، اون تصورتون چی بود؟ شما گفتید به شما گفت بودن ضد انقلاب و منافق. بله. و اینها. ولی با همه اینا رفتید، یعنی بله. خب چه تصوری داشتید؟ تصورتون فقط همون بود که اینها یک وسیله هستن که شما به اروپا برسید، یا به کارهایی هم که میکردن و چیزایی که میگفتن باور داشتید؟ نه، بیشتر نیت من، قصد من که اینا منو بکشن اروپا. ولی توی مدتی که توی پاکستان بودیم، توی پاکستان که بودیم، یک سری خیلی نواره رو میذاشتن برای که تا مدارک قانونی رو آماده کنن که از پاکستان منتقل بشن به بغداد. توی دو هفته خیلی از نواره رو به من نشون داد که تمام سران این سازمان رو من از توسط همون نواره من شناخت دارم، که خود مریم هم برای اولین بار اونجا تو نواره دیدم و مسعود هم همینطور. که علاوه بر اینا، تعریف هایی که این نفر میکرد از اینا و نوارا و چیزاشون که من میدیدم، انگار یک تأثیر خیلی 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 بالای رو من گذاشت. انگاری من سالیان سال که یک گمشده من داشتم و الان این گمشده رو من پیدا کردم، که اصلا نمیدونم چی بگم، مثلا قابل تصور و قابل بیان هم نیست برای من، واقعا قابل بیان نیست، چون که من تو زندگیم خیلی سختی ها کشیدم، واقعا خیلی سختی ها کشیدم. خب آسایشم داشتم، شادیم داشتم، غم داشتم، غصه داشتم، ولی توی مدتی که من تو سیستم اینا بودم، کار من فقط خودخوری، زجر در درون، شکنجه درون، یعنی شکنجه خودم شکنجه میکردم با ناراحتی، چون که هیچ راه پس پیش من نداشتم و همه چی بر من مسجل بود که من تو همین جا توسط همینا هستم دیگه، من کشته میشم دیگه، زنده فکر نکنم در بیام، یعنی واقعا جوری برای خودم بسته بودم. خیلی چیزها و خیلی تعریفها از اونها میکردم و من که رفتم، بار اول که رفتیم، اونا اول میبرن ورودی که رفتیم، خب اینا مسئولین بالا اصلا یک ظاهرشون، واقعا ظاهرشون برای اولین و ظاهرشون از فرشته هیچ کم و کسی نداره به ظاهر، که بعد میگم با این ظاهر اینا چیکاره که نکردن در عراق. حالا من جهت این که خودم بگم اینا چجوری من رو چیز کردم، واقعا من گفتم اینا تو درون خود گفتم اینا بهترین انسان های دنیاست، اینا بهترین انسان های دنیاست. من دیگه حتی یه جوری شد که من دیگه اصلا رفتن به اروپا رو دیگه من ذهنم پاک کردم. پس میگید اون نوارا و کتابا و اینا که میذاشتن که حالت شستشوی مرزی داشت، تأثیر خودش را به اصطلاح گذاشته بود و شما دیگه فکر رفتن نبودی؟ نه دیگه، اونجا دیگه من گفتم تمام، اینا کسانی هستن که من دنبالشون میگشتم، این انسان های فلانن و خلاصه فرشته های روی زمینه، انگاری که هیچ موجودی مثل اینا وجود نداره. که توی ورودی، بعد از ورودی ما رو حدود یک هفته دو هفته در ورودی بودیم، بعد از دو هفته رفتیم توی پذیرش خودشون که سر آموزشان میده، که توی این پذیرش ابتدا اول مساعد اصول های تشکیلاتی خودشون رو به ما یاد میده، لابلای اینا هم چیزهای نظامی هم آموزش میدادن. با اینا که بعد از سه ماه که ما تشکیلات دیگه، پروسه تشکیلاتمون تموم شد دیگه، با قول خودشون دیگه وارد مرحله انقلاب شد. در این مرحله انقلاب که وارد شدیم، حدودا دیگه تا این پروسه که وارد انقلاب شدیم و خلاصه انقلاب خودشان یه مثلا معمولی یک مکافات یک بدبخت خودشان داره که اصلا آدم مطلب من یک نفر واقعا آره بشه اصلا در مورد صحبت بکنم، اصلا
معنی نداره، معنی نداره، هیچ معنی نداره، واقعا هیچ معنی نداره. به بیشترم که الان من مثلا بیشتر ناراحت میشم به خاطر اینکه همین که شما الان شما گفتیم و قبلا بچه همون گفتن، واقعا 15 سال من زندگی مدرفت. یعنی الان با هر کس من در صحبت میکنم میگه جبران نپذیره، و واقعا هم جبران نپذیره. شما میگید 15 سال، ولی از سال بعد از جنگ اگه رفته باشید که الان باید 30 سال باشه. نه قبل از جنگ، 1 سال قبل از جنگ، 81 من رفتم. خب بعد شما تا آلبانی هم با اینا بودید دیگه؟ بله تا آلبانی هم بودم. پس چرا میگید 15 سال؟ 15 سال مگه نمیشه؟ نه قربان، فکر کنم یه 30 سالی میشه. سال؟ والا اگه 1981 شما یکم بسا... 1381 شمسی. آها 1381. خب اون موقع دیگه جنگ نبود قربان، چون یک سال قبل از جنگ من رفتم آخر. آها 1 سال قبل از جنگ، یعنی ما رفتیم بعد از جنگ شروع شد که ما رفتیم بیابون ساکن شدیم که جنگ شروع شد. آها بله. خب درصد ممنونم دوستان عزیز. امروز ما با آقای مالک بیت مشعل هستیم و ایشون کسیه که با وجودی که فکر میکرده سازمان مجاهدین سازمان خوبی نیست، ولی به خاطر اینکه یه وسیله باشه که بتونه به اروپا بره بهشون پیوسته، بعد اونجا با اون برنامه ها و کلاس ها و گفتشنود ها و اینهایی که گفتن ایشون جلب شده و مونده و حالا دیگه عملیات آموزش های نظامی و عملیات و اینها بمارد. منظورتون از اون انقلاب این همون انقلابی بود که خانم ها و آقایون باید همدیگر رو طلاق میدادن و اینها، اونو میگید انقلاب شما توی؟ بله منظورم همون این. بله. یعنی اونجا دیگه یعنی من اونجا که وارد این انقلاب شدم دیگه انگاری که من دیگه همه چیزم، اصلا وجودم، نفسم دیگه همش مال این دوتاست، مریم و مسعود. بله. اجازه بدید من از آقای کرمی تشکر کنم. ایشون نوشتن که منظور ایشان جنگ دوم آمریکا با عراق است، نه جنگ. بله. ایران. آها خب بله. کمی من همین به خاطر بله. بله. چون من خودم تو ایران موقع که جنگ بود هم جنگ رفتم، آبادان رفتم، هم بعد توی جنگ اومدم یک کمی بعد. از بس دنیا جنگ میکنن و این آشوب چی میگن اینایی که واقعا فاسد هستن جنگ میندازن، دیگه آدم یادش میره کدوم جنگ و کدام کجا. در اصل ممنونم از آقای کرمی. دوستان عزیز در قسمت دوم برنامه با آقای محمد کرمی هستیم از فرانسه که ایشون چندین بار هم قبلا مهمان برنامه ما بودن و من از این بابت ممنونم که با ما همکاری میکنن که اگر سوالی پرسشی هست و من نمیدونم ایشون به اصطلاح اون رو گوش زد میکنه. خب آقای بیت مشعل شما باید بگید که چرا با سازمان مجاهدین اختلاف پیدا کردید؟ شما که دیدید که اصلا این قبله اعمال شما هست و به اون چیزایی که میخواستین رسیدین و اصلا اینا همه فرشته های روی زمین هستن، چی شد که باشون مشکل پیدا کردید؟ سوال خیلی خوبیه و به نظر من روز فکر کنم روز استارت شروع خوشبختی من بود، اون لحظه ای که الان من به شما دارم میگم. خب راستش بخوای من همینی که گفتم اصلا حرفای مسعود و مریم رجوی برای من عین آیه بود. اگر روز می بود میگفت الان شده، من میگفتم بله شد الان. راست حرف هیچ کس برای من قابل قبول نبود الا این دوتا. من یک روز یک از این نشست های خود مسعود بود توی سالون اجتماعات، هم موقع نشست میذاشت منتم سالون اجتماعات میذاشت و به صورت نوشتاریه یعنی چت کردن. من طبق معمول دیگه هر از گاهی در یک ساعت، چون که نشست هایی که اونو میذاشتن دیگه خیلی خیلی کلافه کنم، بس خیلی 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 اصلا آدم و واقعا چه بگم مثلا یه سیستم آدم رو مثلا به هم میزنه، خیلی طولانی میذارد، 8 ساعت، 9 ساعت، 12 ساعت، همینجور پشت حتی شده از سر شب تا 3 شب اینجوری میذاشتن. من رفته بودم طبق معمول هر یک ساعت نیم من میرفتم بیرون هم خود هوای عوض کنم و هم یک سیگاری بکشم.
من نمیده قلب اومدم بیرون، همیشه که داشتم قدم میزدم توی یک قسمت از سالن اجتماع که حالت تاریک مانندی بود، دیدم یک صدای فوش رکیکی به گوشم آمد، سر مسعود عجبی. من خیلی جا بودم چون که دارن نشید بودم کسی به عجبی فوش بده، یکی سم جرات ندارم. طرف من دیدم طرف مثلا یک سوال در باره خود مسعود رجب مثلا سوال میکنه، همه میرزم سرش میکنم آقا تو چیه؟ چی بگی توی کفشده که این سوال میکنه؟ وای با حالی که دیگه فقط خوش. من گفتم بذار یواش من نزدیک بشم بیرم این نفر کیه. من همجوری که داشتم میومدم تو تاریکی، نفس خود پسر رجب رو مدید، مصطفی اسمش هست نه؟ ما هم سلام کردیم، خودش هم سلام کرد. بعد من گفتم خیلی بحث تاپیه قبول داری؟ بحث قشنگی کرد. این دیگه از کوره در رفت، شروع کرد به بد و بیرا گفتن. گفت آره همه چی برای اون حلاله، برای ما حرامه، برای اون فلانه، برای ما اینجوریه. خلاصه من واقعا دیگه بقیه حرفاشو من نتونستم بشنوم، چی میگه، فقط لباشو میدیدم حرکت میکرد. از تعجب هم چون تو جا خوردم. به مدت دو روز من تو فکر بودم، گفتم این پسرش، خب آدم جانشینش باید باشه، پس چرا پسرش اینجوری برای میگه؟ و علاوه بر این نقطه ای بود که من ذهنیتم سر این سازمان باز، گفتم بذار بیشتر من برم تو دل این قضیه، بلاخره من باید بدونم آخه برم میام و با چی در میرم. بعد همه سال تازه از اون موقع بودم، 7 سال گذشته بود، 8 سال یا 7 سال گذشته که من اومده بودم. بیشتر بعد دیدم بچه هامون در یک موضوع گیری افتادن به اسم تبعیض یعنی فبران. حالا کجا بودید شما؟ توی عراق بودید اون موقع هنوز؟ تو عراق، تو اشرف. بله پادگان اشرف. بله تو پادگان اشرف بودید. که حتی سر این موضوع تبعیض اینا نشستا گذاشتن برای ما که ما فرقی نمیذاریم، همه بچه های سازمانن، همه تو فرانی مثلا، ولی این صحت نداشت، این دروغ مش دروغ. با تموم اینها ولی من هم از بس که مذوب اینا شده بودم، یعنی واقعا عجیب بودم با اینا، بازم حرف اونا رو باور میکرد، حرف بچه اون رو باور نمیکرد. باور کن من برم برم شو، شاید کسی باورش نشه، ولی با چشم خودم میدیدم تبعیض. دو مثلا یک فاکت مشخص، یه روز یه امیگانه داشتم، این فاکتو قشنگ توی لیبرتی، نه تو اشرف، این که من دارم میگم با چشم خودم، با این که میگم یه چیزا رو من میدیدم، این واسم باورم نمیشد، قبول نمیکردم اصلا. این هم یگانی هنرمنده، کارش هم دوساز تنبور و ستار. این به مدت 3 ماه فقط گریه میکرد برای من، یک جا بدین، یک اتاق، یک بنگال خرابهی بدین، یک ساعت در روز یا دو روز، هر دو روز یک ساعت به من وقت دیدیم هم تمرین بکنم برای این فرق. مطلق هر روز یه بهانه اینه. بعد آخرش اینجوری به من گفت، من هایی باش صحبت میکردم، گفتم بابا چرا اینجوری میکنی، چرا عجله میکنی، چرا اینجوری میکنی. چرا بعد آخر دست به من چی گفت؟ گفت ببین 4 ماه تمام جونم به لبم رسیده، یک بنگال خراب، یک اتاق خراب به من ندادن که من تمرین رو بکنم. آخه کار من همینه، تازه برای اینا هم دارم کار میکنم، نه برای کسی. این سازمانده شد رفت یه مقر دیگه. یکی دیگه ما بزاش اومد توی مقر، فرداش، نه پس فرداش، باور کن پس فرداش، من از در بغل بنگال اینا که من رد شدم، دیدم صدای سنتور این در میاد، صدای سنتور این قشنگ اون محوطه رو پر کرده، در اتاقم باز گذاشته، اینم برای خودش میزد. کامپیوتر دادن، جا دادن، وقت دادن،
یک روز هر روزی 3 ساعت به این وقت میدادن که بره چیکار کنه؟ تمرین بکنه. این حالا این فاقه کوچیکی که از تبعیز و من در بینم با این که من اینا رو میدیدم ولی باسم باورم نمیشد. چرا برای این عوض به اصطلاح تبعیز قائل میشدن ولی حتی پسر چیز ناراحت بوده یا اون دوست شما که هنرمند بوده و تو برنامه چرا تبعیض قائل میشن؟ برای اونا چه فرقی میکنه این عضوی با اون عضو؟ والا خودم هم باور کن حتی یک بار در نشستا در یکی از این نشستا تو همین آلبانی با همین جواد من گفتم ببین در دستگاه شما دسته بندی میکنید انگار یه آدمای خوب داریم یه آدمای بد داریم. آدمایی که خوبن بهشون میرسیم هر لطفت بکنم برشون آماده میکنیم، برای اونایی که بدن اصلا مطلقا پای هیچ چیز نمید. حتی بعد در برگشت من گفت نه این اشتباه، این طرز تفکر خوبیست، نباید اینجوری فکر کنیم. گفتمش نه طرز تفکر نیست، واقعیت من دارم میبینم. نمیدونم حالا چرا اینجوری با این آدم ها. بعد موقعی که میای صحبت میکنی حرف میزنی یا مثلا درجه برات نشست میذارم، نشست آقا بیان آقا این حرفو زده فلان، ملت هم میریزه رو سره آقا چرا این حرفو میزنی، اینجا جامعه بی طبقه توحیده، اینجا فلانه، اینجا بسانه، اینجا کلانه، اینجا اینجوری، چرا تو این حرفو میزنی؟ حالا بیا و جواب. حالا این وسط میگی معذرت میخوام، فایده نداره. میگی ببخشید، فایده نداره. آقا اشتباه کردم، فایده نداره. نه، به قول خودشون میگن برو پروژه بنویس، فاک به فاک پروژه بنویس، چی درباره سازمان ذهنت هست بنویس، بیا تو جمع بخون که هم جمع کمکت کنه از این دستگاه به صلاح خودشون دستگاه نمیدونم ایدئولوژی جنسیت بیا بیرون. یعنی با این که آدم اینو میدید بگم حالا من واقعا باور، من هر موقع بحث صحبت از اونا بکنم واقعا اصلا سیستم به هم میریزه. بله اجازه بدید من به دوستان بگم، من بارها گفتم بله. اونجوری که تکرار و تعریف خاطرات خود خوش اون خوشی ها رو به یاد آدم میاره، خاطرات بد، رنج، درد، اینها وقتی آدم میخواد تعریف کنه به اصطلاح اون مشکلات رو براش درست میکنه. و من به نوبه خودم از شماها ممنونم که این شهامت و شجاعت رو دارین که بیاین تعریف کنین، چون خیلی ها جدا شدن و هرگز حاضر نیستن در موردش صحبت کنن. الان اینجا توی همون پوستر نوشته شده بود که آقای بیت مشعل مدتی قبل از تشکیلات مجاهدین در آلبانی جدا شده و در عرض این مدت مورد سخیفترین فحاشی و اذیت و آزار از طرف رهبران فرقه مجاهدین روبرو شده است. من فکر میکنم وقتی میگیم فرقه باید بگیم فرقه رجوی، چون این اسم مجاهدین یه اسم خوب بود، یه سازمان خوب بود، هدف و به اصطلاح امید آرزوش فرق میکرد و باید سازمان مجاهدین داشته باشیم و فرقه رجوی. آقای کرمی برای من چند تا عکس فرستادن برای برنامه امروزشون و دیدم که همه چپ و راست تبریک گفتن به خانم رجوی و اصلا هیچ کدوم از این نماینده ها به اصطلاح شهردار هر کسی مال آلبانی و اینور هیچ کدومشون اسم رجوی رو نیاورده. یعنی دیگه اصلا مثل که واقعا باید اون مرگش رو 100% قبول کنیم. ضمناً آقای محمد کرمی نوشتن که البته مصطفی رجوی از سال 1382 مسئله دار بود و در خیلی جاها که جمع را مناسب میدید پته پدرش را روی آب میریخت و میگو گول این حرفا را نخورید. شش ماه هم در قرارگاه هفت با ما بود. ایشون باز توضیح میده علت این دستبندی هایی که آقای بیت مشعل گفتن بر اساس سرسپردگی افراد است. اگر کسانی باشند که سرسپرده باشند همه چیز سریع فراهم می شود، اما کسانی که مخالف بودند یا به نوعی به تشکیلات انتقاد داشتند به قول خودشان نفر تشکیلات نیستند، از همه امکانات محروم می شدند. پس این جامعه بی طبقه توحیدی اونجا خیلی هم طبقه طبقه دارش کرده بودند و به اصطلاح به این صورت بوده. بله ببخشید که من حرف شما رو قطع کردم و بفرمایید شما
با از آقای مصطفی رجوی هم خبری دارید؟ چون شما به اصطلاح یکی از اونایی بودید که تا آلبانی هم با اینا بودید، ایشون به آلبانی اومده، چه کار میکنه، مسئول چیه؟ بالاخره ساکتش کردن، راضیش کردن، زنی چیزی بهش دادن؟ چون تو سازمان مثل این که اونایی که میخوان راضی کنن به اصطلاح بهترین رشوه همی زن دادن و اینها هست، چون شنیدم که حتی مهمونای خارجی و آمریکایی هم که میارن این خانمایی که ما در عکس ها میبینیم اینجوری قیافه های عبوس دارن، بعضی هاشون که به اصطلاح قیافه بهتری دارن، اینها رو آرایش میکنن و یا آماده میکنن که در اون جلسات حضور داشته باشن. حالا دیگه بعدش چه اتفاقاتی میفته ممکنه بالای 18 باشه و ما هم صحبت نمیکنیم در اون مورد. از مصطفی رجوی چیزی میدونید برای ما بگید؟ من از اون موقع که دیگه رفتیم لیبرتی، از لیبرتی اومدیم آلبانی، خب چند بار اونو دیدیم و اون مثل که جلوتر از من اون رفته بود بیرون و دیگه ندیدمش. من موقعی که اومدم بیرون مثل که اون از اینجا رفته. اما میخوام الان بگم واقعا من نمیخوام کسایی دیگه مثل من تو دام اینا بیافته، گول حرفای اینا و زندگیشو هدر بده، سرنوشتش. اینا با سرنوشت آدما بازی میکنن، خیلی راحت هم بازی میکنن، طوری که آدم یه جوری گول میزنن قشنگ تو رو جذب میکنن، جذبت که کردن دیگه وقتی به نقطه رسیدی که تو بگی من عاطفم و همه چیزم مسعود و مریمه، دیگه میدونن که کارشون رو کردن تمام. این نقطه. اما سر تبعیضی که الان گفتم، اینجا که اومدیم حالا نگاه کنید، واقعا وحشتناکه. من نمیخوام دیگه مردم ایران گول همونجی که مردم عراق بدبخت هم غلن. من تو عراق، تو اشرف، یک زمانی که با مردم عراق می اومدم پادگان اشرف، من مترجم بودم توی قسمتی به اسم قسمت اجتماعی گفتن که من میدیدم چجوری مردم رو گول میزدن و مردم خودشون رو بکشتن. به دلیل اینکه بچه اهواز هستید و عربی رو خوب بلدید؟ بله، به خاطر عرب زبانی. کاش موقعی که من اهواز خدمت میکردم شما با ما دوست بودید و ما یک صابخونه داشتیم بهش میگفتیم بی بی. ما اصلا نمیفهمیدیم اون چی میگه، اونم اصلا نمیفهمید ما چی میگیم و هر وقت کاری داشتیم وای میسادیم پسرش عصر از سر کار بیاد و اون برامون ترجمه کنه. در صورت اونم دوران سختی بود که وقتی حالا گذشته آدم یادش میاد میگه دوران خوبی بود. من اهواز بودم، پادگان اهواز خدمت میکردم، تو خیابون سیروس و پهلوی و اینها هم زندگی کردم. خب بله. اینجا در آلبانی تبعیض اینجا خودش کامل برای من نشون داد، قشنگ تو وجود رفت با فاکتوری که من دیدم. الان نگاه کنید واقعا آدم گفتنش هم برای که واقعا سخت. هر کی بیاد بیرون از اینجا، هر کی جزء خودشونه، خود خودشون، بچه خودشونه، بدون بی سر و صدا کار بالاش آماده میکنن میخسن. کما کار نفرات از خودشون بی سر صدا قشنگ قیشن که میاد بیرون نمیفرستن اون در و کمیساری ها اونگره، نه قشنگ میبرن کارشو میکنن، یک خونه بیش میدن، بعد از یک هفته، دو هفته، یک ماه کارو کارشو میکنن، اینا علی قانونی میفرستن برای کشوری. محمد هم عیزم دیگه، من محمد رو ندیدم وقتی که اومدم بیرون سوال کردم، مثل اینکه رفته کشوری دیگه، دقیقا هم نمیدونم کدوم کشور رفته. اما گوش کنید، خیلی وحشتناکه. من سر دو چیز من خیلی بیشتر به هم ریختم و وقتی یادم میاد واقعا آتیش میگیرم. یکی از این نفراتی که جدا شده، این در سن 18 سالگی وارد سازمان میشه، وارد فرقه رجلی بهتر، همون چیزی که شایسته شو باید بگیم، وارد این میشه. این نفر هم با من در یک مقر بود، 3 سال با هم در یک مقر بودیم. از 18 سالگی تا به الانش، تا اینکه جدا شد، باور کنید این یک نفر برابر 20 نفر کار میکرد. شب و روزش فقط کار بود. از کار مطلقا من نمیدیدم که این بشر
کار بذاره زمین. وقتی این یاد بیرون میگه آقا من بگه میخوام برم، اینو میندازم بیرون با 200 یورو. 200 یورو که بعد این تلفن میزنه به خونشون آقا برم من پول بفرستیم من لباس بدارم. کدوم اسلام؟ شما یک سازمان یک حزب به من نشون بدین که این کار با نفتن کنیم. باز سالیان سال عمرشو گذاشت. من حالا 15 سال، من که 15 سالم دارم میگم آقا من از دست دادم نمیتونم جبران کنم، وای به حال این 30 سال یا 25 سال. این یک. دو، آقا صبی من مردم، این فرقه هم اگر من بندازه تو بیابون، من تو بیابون میتونم قشنگ گلیم و قضا بکشم بیرون، میتونم قضا مو خورم، میتونم نوم در بیارم. آیا دختر میتونم چین کاری بکنم؟ آیا شما دخترای مردم رو میارین اینجا تو این کشور قریب که زبون هم بلدستن، فقط فارسی بلدن، بیکس کار، 15 سال زیر موچک، 15 سال زیر تبر، 15 سال زیر گلوله، بعد 15 سال اینو تو کشور قریب دل بکنید بدون این که کمکش کنید؟ خب اینو به هر ایرانی که بگیر ناتش میگیره. چرا؟ من مردم اشکال ندارم، میتونم اونو خودم در بیارم. چرا دختر مردم میاد که این کشور قریب بر میکنید که آخرش بگن این ایرانیه؟ اینا آبرهای ایرانی هست اینجا سازمان این فرقه و چرا؟ چه اسلامیه؟ خب اجازه بدیم من بازم از آقای کاظمی تشکر کنم که ایشون چند تا عکس فرستاده. دوستان به دقت به این عکس ها و صورت این خانم ها و حالتشون نگاه کنید. معمولا توی ارتش حتی برای اینکه دشمن از شما حساب ببره شما باید خیلی سرحال شاد، و به همین خاطر هست که اونجا وقتی هم میری ورزش میکنی میدوی این ورور با صدای بلند به اصطلاح این شعارا رو میدی. ولی نگاه کنید این صحبت دوستمون آقای مالک که میگه که خب من مرد هستم و میتونم سوروایو کنم، به قول معروف جون سالم به در ببرم، امور خودم رو بگذرونم یا گلیمم رو از آب بیرون بکشم. ولی این خانم‌ها رو نگاه کنید، آیا شما فکر میکنید واقعا اینها با میل و رغبت اونجا وایسادن یا از زور اینکه دیگه جایی نیست ناچارن، یعنی نه راه برگشت دارن و نه راهی در پیش رو میبینن؟ من ممنونم از شما آقای مالک بیت مشعل که این رو گفتید. باز ممنونم از آقای کرمی که این عکس‌ها رو فرستادن. در قسمت دوم هر وقت که خودشون بگن من اینها رو نشون میدم. بفرمایید. سلام. صدای خاموش رو در این به گوش همه ایرانی میرسونید و باید همه یعنی نه فقط ایران، نه فقط مردم ایران، نظر من باید تمام آدم و عالم این فرقه رو بشناسه. آقای سوربی من خودم اونجا بودم، من از بس که اینا نشست میذارن برای ما و صاحب ذهن ما میشن، نه فقط دل ما، صاحب ذهن ما میشن. یعنی من میگفتم از این فرقه من بیام بیرون من مردم، من نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم زندگی کنم، حیات اینجاست فقط. به قول مسعود رجبی میگه الدنیا و الاخره، دنیا و آخرت اینجاست. خواجه سازمان وجود نداره. شما نکته خیلی درستی گفتید، خیلی هم قشنگ گفتید. آره من نفری که الان اینجا هستم در صحبت کنم، من کسی بودم که به نفرات خودم به دوستای خودم میگفتم بابا بیرون رفتن از اینجا مساویس با مردن. خوده مسعود رجبی گفت اصلا دنیا و الاخره، آقا هم دنیا را از دست میده هم آخرت رو. آره خاطر همین وایسادن، در حالی که من
راستشو بگی راستش بخوای، من وقتی که اومدم بیرون هفته اول با من گفتم که من سوای از این 15 سالی که اینجا من زندگی کردم با اینا بودم، خب 30 سالم تو ایران زندگی کردم، خیلی هم شیرینی و تلخی و خیلی چیزا رو من دیدم. من بعد از یه هفته توی یک کافه نشسته بودم، باور کن بعد از ظهر بود، درخواست یک قهوه دادم، همین قهوه که گذاشت جلوم، برای یک لحظه احساس کردم بوی زندگی رو با تمام وجودم دارم لمسم و میچشم. یعنی در طول پروسه زندگیم باور کنید من تا حالا دوچار همچین لحظه‌ای من نشد که اینجا من واقعا تازه گرفتم و تازه فهمیدم من تو مردا بودم، من تو یک آر بودم، من فقط از هیچ خبر نداشتم، من فقط از مسعود و مریم خبر داشتم و سیمای آزادی اون و حرفای اون، من فقط حرفا و دروغهایی که سر هم میکنن هم از نظر ایدئولوژی هم از نظر سیاسی، تنها چیزی که تو ذهنت میذارن دو چیز، مسعود و مریم، تمام، همین رو برات میذارم مستجر میکنن. میگم که حالا یکی میگه میگه صاحب دل آدم میشه، اینا نه، اینا ذهن، صاحب ذهن آدم میشه، برست هم میگه. الان من خودم یکی از اونا بودم که گفتم آقا من تمام برم بیرون از این سازمان، مردم، در حالی که جوری نبود. الان بعضی وقتا خیلی معذرت میخوام، الان بعضی وقتا ما بین خودمون شوخی میکنیم، خود مسعود برجوی میگفت که هر کس از این سازمان بره بیرون سوسک میشه، خیلی معذرت میخوام خنزیر میشه. چه حسابی؟ چرا؟ بین خودمون الان داریم صحبت میکنیم شوخی میکنیم، یکی بچه ها خیلی قشنگ گفت ببین، گفت ها، گفت الان من یک سال گذشته هنوز سوسک نشدم، از کی میخوام سوسک بشم من؟ شما ما رو خنده انداختی، حالا شاید خود آقای رجوی هم سوسک شده باشه، پس از این به بعد باید دنبال سوسکا را بیفتیم. آقای بیت مشعل در همان جنگ ایران عراق که صدام سرنگون شد، در آن بیابانها چند تا از زنان فرقه رجوی را از دست کردها و مردم بومی نجات داد، چون زبان می دانست و که اونها به این زنان تجاوز نکنند، به خاطر اینکه عرب زبان بود، عربی صحبت می کرد. خود آن زنان در آن زمان بیان می کردند که اگر مالک با ما نبود، مانند بعضی ها مورد سوء استفاده قرار می گرفتند. خب اینم خدماتی که شما به سازمان کردید و اونها اینگونه پاداش شما رو دادن. اگر در این مورد باز بحثی هست بفرمایید، اگر نه ببینیم ترفندهای مجاهدین جهت ادامه ماندن شما در تشکیلات چی بوده. سر این موضوعی که الان آقای کرمی گفتن، بله، چون که ما توی چیز بودیم، همرین بودیم، که بعد از همرین رفتیم جلوتر کاریماسی رفتیم، یعنی شمال عراق سر مرز، که اونجا یه تعداد از بچه‌هامون درگیر شده بودن با مثلا اونجا دیگه خیلی برام اصلا قاری قاطی شده بود، نمیدونستیم دیگه بالاخره کردا کیان، عربا کیان، میلیشیا ها کیان، قاعده کی، نمیدونستیم. یه چیزی برداشته شده بود توی عراق که دو تا از نفرات ما هم کشته شدن اینجا توی این درگیری، که 5 تا از این خانم‌ها اومده بودن اونجا که ببینن جریان چیه، روز هم اومده بودن که از این برای میخواستن موقعی برگشت که دیگه نزدیکای بعد از ظهر بود، گفتن که آقا ما نفر میخواییم راننده بخواییم، گفتن کی رو گفتن که مالک رو بگیم بیاد، مالک بهتره. منم توی یکان خودمون بودیم که صدامون زدن، گفتن که وسایلتو بردار بیا، ما هم کل پشتیمون رو برداشتیم، با سلاحمون هم برداشتیم، گفتیم کجا؟ گفت که سوار این ماشین شد، سوار این جیب شد، بیا دنبال اون ماشین تیوتا سبیدیم، برو دنبالش. گفتم باشه، منم با ماشین زدیم رفتیم، همین که رفتیم دنبالش رسیدیم به
یه تعداد دیگه که اونجا پایین تر از ما بوده، رسیدیم اونجا دیدم به 8 از این خانم ها اومدن سوار شدن. سوار ماشین شدن، گفتن که شما اسکورت هستیم، اسکورت این خانم هستیم که ما اومدیم تو را تو را سر سراغ خانه این کلن جادر بسته بودن، هیچ ماشینی تردد نمی کرد، جلی ماشین ها رو می گرفتن. دیگه زورشون می رسید، اونگه یکی می ده زورشون می رسید که کارشون نمی کردن، کارتشون نمی کردن و هم می کشتن. که حتی موقعی اومدن هم سه چهار تا جسد هم دیدیم که افتاده بودن توسط این اوباشایی که اونجا بودن کچشون بودن که جلی ماشین ها رو گرفتن. جلی ماشین ها که گرفتن من در جا خریدم. یکی گفت که نه راحت تو پشت فرمون نباید پیاده بشی، باید پشت فرمون بشی. گفتم من میرم جلوتر. که اومد این جلوتر دیدیم سه چهار نفر عرب ایستاده بودن. سلام احوال پرسید تا لحجه من رو دیدن. گفتم شما؟ گفتم آره ما مجاهدین هستیم ولی داریم میریم اشرف، هیچ جنگی هم با هیچ کس نداریم، داریم برمیگردیم به مقر خودمون. که یکیشون پرید گفت که بابا هر چی باشه اصلا مجاهدم مجاهدم بالاخره این عربو از خودمونه. آقا میری بری سلامت. حالا ما هم که مسلح هم بودیم گفتم بریم که این موضوعی بود که ما اینا خیلی راحت تونستیم از این سراغ خانقین رد بکنیم و به اشرف بگیم. اما سر سوالی که شما کردین سر ترفندهای مجاهد، اینا من از خودم دارم میگم و چیزایی که من دیدم و لمس کردم و خودم هم توش بودم دیگه. اینا با حرفای دروغ آدم ها رو میترس بودن. مثلا تو اشرف که بودین میگفتن آقا هر که از اینجا بره اولا دش که حکومت مالکی، حکومت مالکی فلان میکنه، بسان میکنه، کلام میکنه، اعلان میکنه، فلان. تازه بعد از مالکی که شما عبور میکنید تازه میرسی به دست وزارت اطلاعات که الان مثل فلانی و فلانی و فلانی و فلانی خودکشی کردن زیر فشار که بهشون آوردن دولت مالکی. ما هم من از ترسم نمیتونستم فرار کنم، میترسیدم. تمام اونایی که رفتن، تمام اونایی که فرار کردن نشست برام میذاشتن که یکیشون میگفتن اینجوری کشته شد، یکی میگفت خودش دار زد، یکی میگفت زیر ماشین فلان شد، یکی میگفت فلان میشه. همینجور سر هر آدمی که میبند فرا میکرد جنازه شو میورده به ما میداد. گفتن آقا فلان دیدین فرار کرد. لیبرتی باز هم اومدیم. لیبرتی هم یک چیزی باز شد براشون، یک دکونی باز شد به اسم هتل مهاجر. چقدر جالب. تو اشرف که بودیم دولت مالکی بود و خانواده ها بود وزارت اطلاعات، اینجا که اومدیم الان هتل مهاجره. باور کنید از بس که از این هتل مهاجر یک اختاووسی درست کرده بودن برای من، وقتی اسمشو می آوردن من می لرزیدم از ترس. از ترس واقعا می لرزیدم. اینقدر دروغ میگفتن سریع. حالا جالبش موقعی که اومدم آلبانی با تک تک نفراتی که گفتن مردن، کشته شدن، له شدن، یا سر از نمیدونم وزارت اطلاعات در اومدن یا جاسوس یا فلان شدن، باور کن همشون زنده بودن، با تون صحبت کردن و اینا شروع کردن بگفتن که آقا از لیبرتی و از اشرف که اومدیم چجوری شد چجوری اومدیم، کجا رفتیم، چجوری بوده رفتارها، چجوری بوده. اصلا با تمام حرفایی که اینا میزنیم بود 180 درجه نیست والا، از زمین تا آسمان داشت. همش دروغ در دروغ بود. ببخشید من بخشون اونایی که جدا شده بودن سازمان میگو اینا کشته شدن یا مأمور شدن، اینا رو میگید شما؟ اونی که فرار میکرد بله. اونی که فرار میکرد یا جدا میشد مثلا از اشرف یا لیبرتی جدا میشد میرفت، بعد از یک هفته نشست میزد میگفتن فلانی مرد. آها بله. فلانی اینجوری شد، فلانی خودکشی کرد. حالا خودکشی چرا کرد؟
گفت چون که این رفته خانوادش اینجا بوده پشت به سازمان کرده به مجاهدین کرده، خانوادش گفتن چون که پشت به مجاهدین کردی تو دستان بچه ما رسته برو بیرون. این خودشو کشت. وقتی که اومدم اینجا من تماس گرفتم با همشری ما بچه عوازمه، تماس با یکی از بچه ها گرفتم گفت بابا الان اینجاست، الان ازدواجم کرده، یک بچه هم داره، داره کار میکنه، جوش کار میشده قبلا جو خودش هم جوش کار هفته. گفتم واقعا راست میگی؟ به خدا بیا نگاه اگه میخوای شما شده بدون باش تماس بگیر. کمی جوری هم شد اینا با این دروغ ها آدماره نگه داره. مثلا الان اونجا که بودیم، الان مثلا اینجا ما خطه یه بار تو نشستم بشون گفتم، گفتم اونجا که بودیم تو اشرف که بودیم میگفتیم اپورتونیست تو مالکی، اومدیم لیبرتی میگفتین آقا هتل مهاجر، الان اومدیم آلبانی تا من حرف میزنم میگی حرفات بوی بوجوازی میده. آقا این که نمیشه، نمیشه شما هر روز یک چیزی برای من در بیاری، هر چیزی برای من یک داستانی یک چیزی در بیاری، بالاخره من کی رو بگیرم؟ من جنگمو با مالکی بکنم، با هتل مهاجر بکنم، یا با بوجوازی؟ بالاخره شما منو تنگ تکلیف کنید. مستقیما من مسئول نشستم گفتم گفتم آقا قرار نیست که من هر حرفی بزنم شما مارکشو به من بزنید، ما تا حرف میزنیم که بوی بورژوازی میده. این علت وحشت شما از هتل مهاجر چیه؟ چون من فکر کردم این یه جاییه که به صورت موقت برای اونایی که به اصطلاح میان یا میخوان برن اسکان دارن تا بعد یه جای معین. چرا شما وحشت میداشتید از اونجا؟ میگم که سر دروغایی اینا تو نشستا به ما میگفتن چاره کلن اصلا یکی از حرفاشون نگفت کلن از بالا تا پایین این هتل مهاجر مال وزارت اطلاعات، تمام وزارت اطلاعات میره این کار میکنه، تخلیه میکنه، فلان میکنه، ازتون کار میکشه، شما رو نمیدونم چی کار میکنه، فلان میکنه، شما سوء استفادهش کرد شما رو پرت میکنه بیرون. این حرفایی که بعد اصلا فاکتایی میگفتن عجیب غریب، آقا تو هتل مهاجر اینجوری شده، خبر دادن تو هتل مهاجر آقا افتاده بجون همدیگه رو لطفار کردن با شاقو تبر و فلان اینا، یه همچین حرفایی میگفتن به ما میزنن، ما میترسیدیم واقعا، نه فقط خودم خیلی از بچه ها. بعد اونجا که با هم صحبت میکردیم خب هم دیدنه تو صحبت میکنیم میگفت نگاه کن مثل فلانی هم الان نگاه کن تو هتل مهاجر اصلا دادن همدیگه رو لطفار بکن. این چقدر اینجوری رو با وحشت دوست میکردن برای آدم ها که ما رو نگه میداره به خاطر این. واقعا من دو چیز من باعث میشد من کم نده، یک ترسم از حرفایی که میزدم، دو آقا من برم بیرون مردم حیات من دنیا و آخرت من تامین فرق هست عجیبی. این باعث میشد من بیشتر خوشم. باور کنید حتی خودم، حتی همین آبانی ها، تو همین آبانی قبل از جدا شدن من با یکی از بچه ها داشتم صحبت میکردم، گفتم ببین، گفتم بر هر چیز واقعی دیگه بذار صحبت کنیم، گفت خب بگو، گفتم ببین من الان مثلا 40 سال تا میخوام برم بیرون و خودم رو جمع جور بکنم خونه و فلان اینا خونه و کار و پول جمع بکشم میشه 10 سال دیگه. آقا من پیر شدم دیگه چی مونده برام که من برم دوباره زندگی بکنم یا زندگی رو ادامه بدم؟ یعنی ببین تا این حد خودم به خودم میگفتم نه اونا، تا این حد من به صلاح جذب شده بودم، اینقدر من دیگه تو دست مشت بالا اینا بودم. سر من باور کنید تو مناسبات تشبیکلاتشون هر کدوم با من را میرفت مطلق احساس خطر سر من نمیکردن. چرا؟ خودتون چون من امور خودتون بود. عجین شده بودم با اینا. آقای بیت مشعل دو تا سوال دیگه مونده چون 10 دقیقه بیشتر باقی نمونده، من این دو تا سوال میخونم شما در رابطه با این دو تا صحبت کنید. امیدوارم که در برنامه‌های آینده بیشتر شما رو داشته باشیم. شما خیلی خوش صحبت و خوش بیان هستید. من از آقای راستگو و دیگر دوستان میخوام که به شما وقت بیشتری بدم. سوالاتی که مطرح میشه و خیلی مهم هست اینه که اتفاقا شما که بعد از اینکه میترسیدید از فردا و از هتل مهاجر و اینها، پس علت جداییتون از مجاهدین چی است
و یکی دیگه که باز برمیگرده به همین صحبتی که شما کردین، القاعات فرقه مجاهدین یا فرقه به اعضا در رابطه با شرایط بیرون از تشکیلات و برخورد با واقعیت ها بعد از جدا شدن. به دوستان بیننده و شنونده میگم که در قسمت دوم با آقای محمد کرمی هستیم و الان با آقای مالک بیت مشعل، عضوی که جدا شده از سازمان مجاهدین یا از فرقه رجوی و در آلبانی هستن. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. اگه اجازه بدیم من اول سوال دوم شما رو جواب بدم. سوال دوم شما سر این صحبته که اونا میکنن دیگه، خب من اونجا بودم قبل از اینکه بیام بیرون. اینا اولندش که 24 ساعت دارم برام میگفتن که آره فلانی اینجوریه، فلانی الان اینجوریه، فلانی اینطوریه. ما هم نمیدیدیم که باور میکردیم، هر چی میگفتن ما قبول میکردیم. آقا سمع و اطاعت دیگه، هر چی میگن همین درسته. چون که میگفتم که من حرف اونا برای من آیه بود، حرف اونا برای من آیه بود، هر چی میگفتن همون بود، بدخور نداشت. اینا ما میگفتن تو نشستا، بعد تو خودمون بین خودمون هم که صحبت میکردیم باز هم حرفای همون رو میزنیم، ولی به یک شکل دیگه. هر کس به یک نظری، نظر خودشو میگفت. یعنی اینجوری آدم ها رو به صلاح سر شرایط بیرون که آقا بعد اینقدر، حالا قبلا باور کنید و اشرف و لیبرتی که بودیم گفتن که خانواده و مالکی و وزارت اطلاعات بود، اومدیم لیبرتی مهاجر شد، هتل مهاجر شد، اینجا که اومدیم حالا نگاه کن مردم آلمانی و بوشوازی، حالا این بوشوازی چی کارشون کرده و چی کار کرده به مردم من نمیدونم چی هست. اینا از بس که این بحثو میارن که شما میخونن و نشستان برمون، در هفته ما یک روزش نشست نداشتیم، یک روزش ما نشست داشتیم، بقیه هفت روز هفته ما دهشتی شوز هفته رو ما نشست داشتیم، نشست بعد از نشست، از صبح که بیدار میشدیم تا شب که مخواستیم به صلاح خودشون میمدیم نشست های عمل تجاری و قصد و فلان اینا که بعد میگردیم. اینا اینجوری از تبلیغات بیرون و شرایط زندگی اینجا رو محبت میکنن. آره اینا اینجوری هست، اینجوری نمیتونی زندگی بکنن، بوده نگاه کنید موندن، حتی نونم ندارن بخورن، ما داریم بهشون پول میدیم، ما داریم بهشون قضا میدیم، ما به یه نفر حتی لباس هم دادیم. حتی من بلند شدم تو نشسته گفتم آقا شما چرا این کاری میکنید، چرا این کاری میکنید، چرا نفر که مثلا ولکده رفته جدا شده شما بهش پول میدین، بهش لباس میدین؟ بعد چی میگم؟ خیلی جالبه، خیلی جالب. وقتی که اومدم بیرون به همین دروغا بعد بیرون من فهمیدم، خیلی جالب. میگه ببین مثل این که لا 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 لا، مثل این که ما یاران امام علی هستیم، یاران امام علی. بله دروغ میگم، بله با سنوشت هاتون بازه یاران امام علی. این بود فیلم مختصر من گفتم، چون که شما گفتین در دقیقه وقت داریم، مختصر گفتم سر موضوع، ولی حرفای زیادی هست که سر این موضوع میشه گفت. اما سر جدای شدن من چون که واقعا توی سالیان عید درست حسابی ما نداشتیم، جشن درست حسابی ما نداشتیم، عید رمضان که میشه یک بر به شیرام انداختن تا ما عید بگیم، عید قربان که میشود که عید بزرگ مسلمینه باسم یک بلبشو یک بازی را مینداختن، خلاصه میومدن چیکار میکردن، ما را جمع میکردن شبش یه فیلم سینما یه دونه شیرین میدن، آقا این جشن عید قربان تمام. اما برای اینکه نماد بیرونی بدن که آره ما اینیم، ما مسلمانان واقعی هستیم و اسلام واقعی ما هستیم، یک نماز اول صبح میذارن، نماز عید فطر و نماز عید قربان برای بخش اسمه خودشون، برای تبلیغات از خودشون. اسلام واقعی رو میخوان به آدم ها نشون بدن، که به نظر من اسلام واقعی وجود نداره تو دستگاه اینا، مطلق مطلق مسلمان نما هسته. ما اومدیم اینجا عید شد، عید که شد روز عید ما رفتیم اونجا، یه مقر اینجا هست اسمشو گذاشتن اشرف، اینجا تو آلبانی که نزدیک سیتی پارک. گفتن آقا روز عید بریم اونجا پیش مریم رجوی جشن و تحویل سال با مریم رجوی بگیریم، برای اولین سال بعد 15 سال با مریم رجوی بگیریم، تو باش تحویل سال دیگه همه مجمع با هم بریم بگیریم. ما رفتیم،
خلاص تحویل سال شد و ما بعد از ظهرش هم برگشتیم. اما چی تحویل سالی؟ آدم ها این همه آدم تو یک سالون کوچیک همه رو تنبار کردن سر هم دیگه، نمیشه اصلا نفس کشید، نمیشه رو بوزی کرد، نمیشه دست داد، نمیشه راه رفت. آخه من حتی بهشون گفتم خب چه لزومی داره اینجوری ما میتفونی تا هم که اکثر آدم میرفتیم بیرون دیگه، دانه بود واقعا خفه کننده بود. تمام شد ما برگشت صبح دیدم مسئولمون فرماندهمون اومد بیدارمون کرد، گفت بیدار باشه. گفتم بیدار باشه چی؟ مگه اینجا مگه عید نیست الان؟ گفت نه دستور رو بهت بگم تو تو جریان باشی، دستور روزانه منظورش، یعنی دستور روزای کاری روزای کارای روزو اینا اول صبح فرمانده میاد دستور روزانه رو میگه ما، یعنی کارای روزانه. ما اومدیم وایسادیم، گفت که شما الان نشست دارین عضوار باید بینید سیتی پارک ساعت ده ده و نیم بر میگردین، نهار رو میکنین، دوباره ساعت یک و نیم نشست دارین. گفتم میبخشین اینجا اشرفه یا لبیرتیه، بهونه چی الان که ما نمیزنیم ما عیدو بگیریم؟ برای چی؟ آخه ببین شما عید قربان از ما میگیرین، عید فطر از ما میگیرین، بابا عید نوروز روز عید باستانیه بابا. حتی اونایی که اصلا از روز عیدم خبر ندارن چه فقط اسمش شنفتن باسم برای خودش میگه آقای عیده. آخه چرا نمیذاریم ما راحت عیدمونو بگیریم؟ آخه اول صبح عیدی من بیام بنشینم توی نشست، نشست ایدئولوژیک سیاسی، آخه رو چه حسابی؟ قبلا تو لیبرتی بودیم میگفتیم آقا ما تو دهن وحوش هستیم، اینجا هم دور تا دورمون همه مزدورن، همه جنایتکارن، همه خانواده اطلاعاتی هن، حتی خانواده هامونو دشمنای ما کردن. لا اله الا الله، ما را هم دشمنای خانواده مون کردن، عاطفی سر خانواده ما نداشت مطلق. یا عاطفه رو ازت میگیرن برای خودشون، طرف مادرش رو میدید پشت سیاج فکر میکن دشمنش، با سنگ مادرش میزد. الان که بیرون اومده داره گریه میگه عجب کار کردن، این بله خار سر ما آوردن. خلاصه ما گفتیم آقای مسعود گفت، گفتم با اجازتون من اگه بشه من اینجا نه لیبرتی نه اشرف، من عید خودمون میگیرم، چهار روز عید من میگیرم ترتمیز مرتب، بعد از چهار روز من در خدمت شما هستم، شما این چهار روز به من بدین، یک سال من مال شماست. خوب اینجوری؟ گفت نه تو باید مثل بچه باید بری نشست و فلان و عزان و این بری. گفتم معذرت میخوام من نمیام، که من به مدت سه روز نشستاشون نمیرفتم، وقتی نشستان نمیرفتم اینا حالا صبح فرداش روز چهارشنبه بود یادم نمیره چهارمه عید بود که صبح من از خواب بیدار شدم دیدم بهزاد اومد و مسئولین خود مقر رو گفتن آقا برای شما ابلاغی اومدیم. گفتم خیلی شده بخونیم بفرمون. واقعا خدا رو سر این لحظه به این روز و این ساعت دارم روزی ست هزار مرتبه خدا رو شکر، واقعا خدا رو دارم شکر جدی دارم میگم. در تموم سی سال رو گذاشتم به اندازه ای که این یک سال دارم خدا رو شکر کردم، من تو این سی سال من خدا رو شکر نکردم، ولی تو این یک سال برابر کل این زندگی من دارم خدا رو شکر میکنم. گفتم بفرمایید ابلاغیه رو بخونین، ابلاغیه رو خوندن و گفتن آقا شما به خاطر عدم صلاحیت در تشکیلات و فلان اینا شما احتیاجین. حالا اینا در ذهنشون این بود که آره من میگم آی فلان نه بسان میخوام مجاهد بمیرم مجاهد بمانم و فلان از این حرف. گفتم میبخشین من الان کجا باید برم؟ گفت شما باید بریم پیش جواد خودم. گفتم چشم سمن اقا، این همه سال من به شما گفتم چشم، یکی رو هم میگم چشم، این دفعه دیگه نمیگم چشم، میگم دوتا چشم. منم دریخم نکردم، انگار یک نفر به من گفت ببین بجم خودت خلاص کن. واقعا برای اولین باری همچین چیزی تو درونم حس میکردم که در یه به من نهی میزنی بلش و برو سریع. منم در جا ساکامو در آوردم، قشنگ لباسا رو گذاشتم و فلان اینا، اومدیم اونجا توجیهات. حالا گوش کن جالب، توجیهات اولی آقا تو میری بیرون فلانی و فلانی و فلانی و فلانی اینا مزدورن ها، فلانی و فلانی و فلانی و فلانی فلان برای اطلاعات کار میکنن، فلانی فلانی من سفارت ایران و حواست به اینا باشه،
فلان فلان فلان، این توجیهات اولی که قشنگ تو ذهنت بکنن که تو باید اینا با اینا باشی، یعنی باید دستاویز اینا باشی. توجیهات ما را کردن و خلاصه ما مساکمون رو گذاشتیم و اومدیم ماشین کرده گرفتیم و اومدیم هتل، که هتلش هم بعدش هم رفتیم رمسا کمیساری رفتیم، کمیساری هم ما را معرفی کرده پشتیبانی خودش که به اسم رمسا، که خدا خیرشون ده. در همون ساعت همون لحظه من از هتل کشیدم بیرون، گفتم هتل نمیخواد بایستی که دستشون در بکنه، ما را گذاشتن تو ماشین و با در همون هتلی که جدا شده ها میرن اونجا استراحت میکنن تا یه 45 روز اونجا باید باشن که کل کاربارشون حل و فصل بشه و آشنایی پیدا بکنن و یک فضایی بیاد تو دستشون که جهت زندگی و ادامه زندگی در آلبانی. این کلن باعث اخراجی من از سازمان، به خاطر اینکه گفتم آقا عیده این دو سه روز به ما بدین یک سال مالش دو ما. خب شانس بخاطر همین به فاعلیت بگیرید، در خاطر همین گفتن آقا شما اخراج صلاحیت ندارین، گفتم دست شما در نکنه بعد این همه موش زیر موشک و زیر چوب و چماق و این همه بدبختی ها و فلان اینا، آخر شنان ما صلاحیت نداریم، ولی خدا خودش بهتر میدونه که من صلاحیت مستم. مالک بهتش خیلی خوشحالم که با ما بودید، امیدوارم در برنامه‌های آینده هم با ما باشید، چون قرار است در قسمت دوم برنامه با آقای محمد کرمی باشیم از پاریس. از شما خداحافظی میکنم، سال خوبی براتون آرزو میکنم. بعد یک گفته‌ای داریم که میگه عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. این اخراج شما رو ما به شما تبریک میگیم، شما بعد یه مدت یه نامه تشکر باید برای اون مسئولی که این تصمیم رو گرفته بفرستید و ازش تشکر کنید. به زندگی جدیدتون خوش آمدید، امیدوارم هر روز بهتر از دیروز باشه و در برنامه های آینده خبرهای خوب و خوشی به ما بدین و ما رو در شادی های خودتون شریک کنید. اول اینش که خیلی خیلی ممنون و تشکر میکنم از شما آقای زربی. بعد همین نکته که شما گفتین واقعا یکی از بچه ها به من گفت ببین تو باید خیلی تشکر بکنی از اون مسئولی که اومد این ابلاغی را تو خوند. و واقعا انشاءالله که به امید خدا در هفته های بعدی من به خاطر اینکه تمام آدم و عالم گفتم، نه فقط ایران، تمام آدم و عالم باید بدونن که این فرقه چجوری با سرنوشت آدم ها بازی میکنه، چجوری آدم ها رو با پنبه سر میبونه و از زندگی اخراج میکنه، یعنی از دور خارج میکنه، یعنی زندگی معنی نداره، زندگی میشه دشمن من. این بعد انشاءالله حالا من اسم میزنم به خاطر کم بوده وقتی که شما دارین. از شما تشکر میکنم از تمام زحماتی که میکشین، واقعا تشکر میکنم و آرزوی موفقیت برای تک تک شما ها آرزومندن. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار، آخر هفته خوبی داشته باشی. دوستان عزیز، با آقای مالک بیت مشعل بودیم، اهوازی خوزستانی، و اجازه بدید بریم به پاریس و آقای کرمی رو اونجا داشته باشیم. آقای کرمی خیلی ممنون که ایشون در قسمت اول هم کمک ما بودند و بله اینجا هستن. احتمالاً این از این. سلام آقای کرمی، سال نوتون مبارک. میگن تا قبل از 13 میتونیم به هم دیگه تبریک بگیم. ماشاءالله خیلی خندان و بشاش و پر انرژی. دوستان عزیز اجازه بدیم من تصویر آقای کرمی رو هم به کامپیوتر اینجا بدم، سلام کنم خدمتشون، خوش آمد بگم و میکروفون رو در اختیار ایشون بذارم تا با شما خوشو بشی کنن، سال نو رو تبریک بگن، بعد بریم سراغ اون مطالبی که عنوان شده در پوستر، ایشون باز کنن صحبت کنن نظراتشون بگم. تشکر میکنم که چند تا عکس فرستادن که هر وقت خودشون گفتن ما اون عکس ها رو هم نشون میدیم. خیلی خوش آمدید آقای کرمی، بفرمایید. سلام خدمت شما آقای استوری و همبتنان عزیزمون، سال نو به تمامی هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم و بهترین ها در این بهاران بهاران خجسته براشون آرزو میکنم که سال خوبی رو در پیش داشته باشن. خب آقای کرمی، شما مدیر کانون فریاد آزادی هستین و فعال حقوق بشر و
قبلا هم مهمان برنامه ها بودید، ویدیوهای شما هم در یوتیوب هم با تایپ کردن نوشتن اسم شما توی گوگل و هم در کانون آوا موجود هست. اگر دوستان خواستن برنامه های قبلی شما رو ببینن، ممنونم از شما دوستانی که این به اصطلاح پایه و اساس رو گذاشتید که از روز اول یک طرفه صحبت نکردین و گفتین که هر کسی به اصطلاح صحبتی داشته باشه شماها میشنوید و میاین، اگر سوالی هست به اصطلاح پاسخ میدید، اگرم نظری هست نظرات رو میخونید و به اصطلاح بهشون توجه میکنید. از این بابت بسیار ممنونم. و اما بگید که شرایط کنونی فرقه مجاهدین، و میگم این باید فرقه مجاهدین رو تصحیح کنیم، بگیم فرقه رجوی، حالا متاسفانه یا خوشبختانه ایشون هم وجود نداره، فرقه مریم رجوی یا مریم عزادانلو قاجار رو بگیم که شرایطشون در آلبانی چی هست. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. فقط من پیشاپیش همتنان عزیز رفته شما بگم که بخاطر وضعیت جویه اینجا یه مقداری با فضای اینجا من آلرژی دارم، بخاطر هوا جنوب خالوبست و فصل بحاره ممکنه یه موقع وسط برنامه مقداری سرزه بزنم که پیشاپیش معذرت میخوام. اما سوالی شده بود که این دو هفته پیش از یکی از همتنانمون که شما را مطرح کردید، من مالا بجا بخاطرم جواب بود. یکی از همتنان سوال کرده بود چرا میگوییم رها شده از فرقه رجوی، چه فرقی هست ما بین رها شده و جدا شده ها؟ خب این خیلی واضحه، من یه نوع توضیح میدم که الان هموطنی که این سوال کرده بود بدون چرا ما میگیم رها شده، دیگه نمیگیم جدا شده. تا قبل از 10 سال 12 سال پیش افرادی که واقعا از فرقه رجوی کنده شده بودن یا میرفتن دنبال زندگی خودشون یا دنبال فعالیت های سیاسی بودن یا فعال حقوق بشر میشدن که از این تشکلات با این تشکلات دیگه نبودن، فرقا دنبال کارهای دیگه بودن. اما در این چند سال اخیر به خصوص این 4-5 سال اخیر که این جماعت فرقه رجوی اومدن آلبانی، تعداد زیادی از این اعضای این تشکیلات کنده شدن. فرقه رجوی به خاطر که این کلمه جدا شده رو روس بکنه آمد نیروهای خودش، نیروهای خاص خودش که میخواست وارد اروپا بکنه، اینها رو بهشون میگفت جدا شده، یعنی فرماندهان ویژه و نیروهای خلاصونه که میخواست بیاره اروپا فعالیت کنه، اسم اینا رو گذاشتن نیروهای جدا شده. این دارم تو کشور اروپایی به اسم جدا شده پاسپورت رو مدرک و اینا رو میگرفتن، در حالی که اینها نفر و عوامل فرقه رجوی هست که در همین اروپا از اینها که تحت عنوان جدا شده بوده، در واقع هم فرماندهان خودش هستند که در همین پاریس هست، آلمان از جاهای مختلف هستند، گروه های ضربه تشکیل داره در ضربه شتم رها شده ها. اینه که این دوتا با هم که فرق داره، کسی که از آن فرقه رجوی داره اسمش میشه جدا شده، ما اینو جدا شده نمیدونیم چون که اینا عوامل خودشون هست یا یک سری آورده کرده بلنگوی خودشون، بلنگو معذرش اینه که اینها کرده به اسم جدا شده و حرفایی و چیزهایی که قبلا رجوی نشخوار میکرد از آن توسط این افراد بر علیه ماها داره استفاده میکنه. یا در آستیون ها میاد این افراد جدا به اصطلاح جدا شده ها که نیروهای تشکیلاتشون اصلا در این آستیون ها یا برنامه هایی که دارن برای تظاهراتشون میان برای جذب نیرو، یعنی اینا یک مش عوامل خودشونه که تحت این عنوان میخواد به هموطنان ما یه به خارج از خودشون قارب بکنن، در صورتی که اینها تماما نیروی تشکیلات خودشونه که اگر یک زمان ضرورت باشه حتی میتونیم با اسم و رفت و حتیشون همه این رو نشون بدیم. خب این اشکالیه که ما ببینه این هست، شما الان دیگه میگیم اعضای رها شده، چون رها شده مشخص هستن کیا هستن، جدا شده هم همونه که الان تعریفشو کردیم. امیدوارم که با این توضیح مختصری که دادم این هموطنمون که این سوال پرسیده بود و جوابشو گرفته باشه. و اما موضوع اصلی که میخوام صحبت بکنم سر فعالیت در روشنگری های رها شدگان از فرقه رجوی در آلبانیه که این روشنگری هاشون تو آلبانی اون به رسانه های سراسری و به تلویزیون های سراسری
آلمانی کشیده شده و فرقه رجعید شدت از ناله افتاد که در این کتاب این رابطه موارد خیلی زیاد است که من سه مورد اخیرش رو میخوام بهشون اشاره بکنم. اولین موردش عکس شماره یک که شما آقای سوردی نشون بده، من توضیحات رو شروع میکنم. نوشته که تهران ایران هیچ شوهری برای مرجم رجعی نفرستاده بود. این چیزیه که روزنامه آلبانی فاکس وید، یک سایت سر روزنامه سراسری آلبانی که در تو با فیلی که فرقه رجعی به سردمداری مرجم فجر عزدانلو و جولیانی، منظور بودی جولیانی آمریکایی، هوا کردن. اما خوشبختانه آوا شد بر سر خود فرقه فجر عزدانلو و آقای جولیانی. ببخشید شما گفتید عکس اول، اینجا نوشته دستگیری دو عامل اعزامی رژیم آخوندی در پایتخت آلبانی، بعد گفتید هیچ شوهری برای مریم نفرستاده بود. الان توضیحشو میدم من آقای استادی. در یه نظر اینو من چون که قبلشم نوشتم الان توضیح میدم، توی پایینش همین داره توضیح میده. من چون که تیت زده بودم، این تیت رو برای این مطلب انتخاب کرده بودم و همین تیت بیان کردمش. همونطور که در عکس شماره یک میبینن هموطنامون نوشته دستگیر دو عامل اعزامی رژیم آخوندی در پایتخت آلبانی. این توطئه بود که فرقه رجوی با جولیانی دست به هم دارن که شروع کردن به این داستان. از این قرار بود که در آلبانی این انجمن جهانی بهداشت برای برنامه جشن نوروزی خود از کشورهای عراق و آلمان و ایران و بعد از کشورهای دیگه مهمون دعوت کرده بود. از ایران دو تا روزنامه نگار بازنشسته که الان هم روزنامه نگار نیستن، اینها دعوت شده بودن. حالا به چه دلیلی این انجمن رو به اکتشاش دعوت کرده، این روزنامه ها رو دیگه اون برمیگرده به خودش اعتبار از اونها سوال کنم چرا. اما فرقه رجوی از طریق مواجه به ایرانش در جریان این دعوت قرار گرفته بود که قرار از ایران دو نفر بیان و یکی از سران آمریکایی فرقه رجوی، یعنی آقای جولیانی که یکی از سران آمریکایی فرقه رجوی هست. حالا اینا تو پرانتز بزنید که حالا اینا توضیح میدن چرا میگیم آقای جولیانی یکی از سران آمریکایی فرقه رجوی هست، که اینا با عکسش و تو قصد ادامه همین بس توضیح میدن چرا. آقای جولیانی در مناسبت برنامه ادرسه بود تو جمع فرقه در آلبانی بود. خب وقتی این خبر به دست فرقه رجوی رسید، مقداری هم به فرقه رجوی به آب و سس و این چیزا به این اضافه کرد و خورد آقای جولیانی زد. آقای جولیانی آمد این خبر رو داد به بخش اطلاعاتی آمریکا و سیستم اطلاعات آمریکا این موضوع رو به سرویس اطلاعات مبارزه با تروریسم آلبانی، یعنی شش دادن، که این انجمن تروریستی حتی اسم این دو نفر نمیدونه چیه. فقط از روی عکسی که از این دو نفر داشت در این مراسم جشن بکتاش رفتم توی مهمونان خارجی، از روی عکس میگشتن دنبال این دو نفر. وقتی که این دو نفر رو دیدم به اصطلاح برات قول خود رو دستگیر کردن که با خوشم دارم اداره پلیس، که همراه اون رئیس تشکیلات بکتاش هم با مهمانانش رفت اداره پلیس. و در صحبت هایی که پلیس با این دو نفر در اداره پلیس انجام داد، متوجه شد که اطلاعاتی که سرویس اطلاعاتی آمریکا در اختیارشون قرار داده تماما غلط بوده، که با عرض پوزش از این دو نفر اونا رو آزاد میکنه، که از این موضوع نخست وزیر آلبانی هم به شدت عصبانی شده بود. که در روی عکس شماره دو، اگه شما لطف کنید نشون بدید آقای سوربی، روی عکس شماره دو تیتلش رو اینه نوشته روی عکس، ادی راما نخست وزیر، یعنی آقای نخست وزیر ضد تروریسم، ادی راما ضد تروریسم، روزنامه نگاران ایرانی رو آزاد کردیم، مریم رجوی انگشت به دهان باقی ماند. بعد زیر عکس به آلبانی نوشته، اون پاراگراف زیر عکس نوشته، اما ظاهرا آخرین توطئه برای روزنامه نگاران ایرانی بی نتیجه بود. روزنامه‌نگاران ایرانی روزنامه‌نگار بودن، قاتل و تروریست نیستن. مریم رجوی ناموفق، انگشت به دهان باقی ماند. ایران برای مریم رجوی بیوه، مریم رجوی بیوه شوهر نفرستاده است. اونجا که من گفتم تیتر نوشته بود، منظورم این قسمت بود که این تیتری بود که زیر عکس
این وبسایت فکت زد نوشته، یعنی این تیتر رو اونها زدن که من خوندم. آقای کریم متوجه نشدم، اون دوتا روزنامه نگار رو یعنی جمهوری اسلامی فرستاده بوده؟ کی فرستاده بوده؟ اون دوتا روزنامه نگار انجمن جهانی بکتاش که یک انجمن آلبانیایی هستن دعوت کرده بودن. آها. اصلا به دولت ایران ربطی نداشت، مثل همه مهمونایی که دعوت کرده اون دو نفر هم از ایران دعوت کرده بود این انجمن بکتاش. بله. این قسمت اینم که من گفتم که برای مریم رجوی بیوه شوهر نفرستاده ایران، به این خاطر بود که زیر عکس تو اون پاراگراف این سایت اینو نوشته. منم همون استفاده کردم در تو با عکس مریم قجر از زانلو فرستاد. اما علت چی بود که مریم قجر از زانلو با سرگرده آمریکایی رو دست به این اقدام داد؟ خب از اونجایی که اعضای رها شده از فرقه رجوی دامنه روشنگریاشون دیگه به تلویزیون‌های سراسری آلبانی کشیده شده و ماهیت واقعی این فرقه رو در تلویزیون سراسری که شما رو فکر کنم تو روز سه برنامه یا یک ماه قبل تو تلویزیون مصاحبه ستن از اعضا رو از تلویزیون تاپ چنل رو نشون دادیم. بله بله، چند تا از این ویدیوها رو نشون دادیم در چند نوبت. بله. خب تو پرانتز بگم به خاطر اینکه تلویزیون تاپ چنل این برنامه رو پخش نکنه، فرقه رجوی یک لشکرکشی که جلو دفتر این انجمن این تلویزیون، جلو دفتر این تلویزیون که اینو پخش نکنن. اینا گفتن ما یک روزنامه رسانه آزاد هستیم و پخش میکنیم. از طریق لابی های مواجه بگیرن آلبانیشون وارد شدن، گفتن هر چه بخواد بهتون پول میدیم، این رو پخش نکنید و از یوتیوب بردارید. اینها گفتن چون که ما رسانه آزاد هستیم به هیچ وجه تغییری نمیدیم و برنامه رو کامل اجرا میکنیم و پخش میکنیم و همین کارم هم کردن. خب فرقه رجوی تو در ادامه همین داستان همون عکس شماره یک هموطنان دیده باشن، به نوعی میخواد بیاد بچسبونه به جدا شده ها در آلبانی که بگن آقا اون دو نفر روزنامه نگار بازنشسته وزارت اطلاعاتی بودن، اومدن اینجا میخوان با این جدا شده ها به سر رابطه داشته. اون این چیزا که تماما کک و کوشال در اومد که سرویس اطلاعاتی آلبانی بعدا گفت ما اعتراضات خودمان مطلوب و از طریق دولت به سرویس رسوی آمریکا میرسونیم که چرا چنین چیزی بودن و باعث آبروریزی برای دولت ما شدن. یعنی هر چی که این خانم درست کرده بود با اون سر یکی از سران آمریکا شده جولیانی، تماما آوار شد بر سرشون و روسیایمون برای خودشون. اما مقاله دوم که با سایت فاکت در همین راست در رابطه فرقه رجوی داشت تحقیق میکرد که در 25 مارس اینو انتشار داده، در این رابطه از پلیس آلبانی هم یک گزارشی گرفته که من عین همون نوشته که پلیس آلبانی داده به سایت فاکت همون رو میخونمش. عکس شماره 3 آقای سلو شما لطف کنید نشون بدید همینجا که زنا هستن و اینها. روی عکس نوشته شده پلیس در مورد وضعیت مجاهدین ایرانی در آلبانی، گزارش پلیس هستش. در گزارش پلیس یا سرویس اطلاعاتی آلبانی 6 در تاریخ 25 مارس به فاکس زد داره و انتشار داده به این شرح هست، یعنی من دقیقا همون زبان آلبانی به فارسی تبدیل شده، ترجمه شده که آدرس سایتش هم من فرستادم هموطنان اگر کسی بخواد در وبلاگ عیاران وبلاگ خود من میتونه مراجعه کنه. اگر شد شما هم آقای سوزی لطف کنید اون دوتا آدرس سایت فاکس زیب رو میتونید نشون بدید که هموطنان هر کی خواست خودش هم میتونه اونجا مراجعه کنه ببینه همینا رو. و اما گزارش پلیس به این شرحه شروع کرده، افرادی که تصمیم به ترک این گروه گرفته و مخالف ترور یعنی ترک جهاد هستند از جانب سازمان مجاهدی یا همون فرقه رجوی تهدید و قتل شده اند. در این گزارش اشاره شده که جدالی که بین این اعضا که مخالف عملکرد این سازمان هستند که جدا شدن، احتمال ترور این افراد توسط افراد افرادگرای مریم رجوی وجود دارد.
پلیس این تهدیدات رو جدی گرفته و افراد مورد تهدید رو حمایت و تحت مراقبت دارد. در ادامه اشاره میکنه که سازمان جهادگرای ایرانی که به نام مجاهدین خلق حلقه رجوی یا شورای ملی مقاومت از سال 2003 در آلبانی حضور دارند. از آلبانی خواستار حملات تروریستی و کارهای خشونت آمیز علیه ایران هستند. در نتیجه آلبانی قوانین خودش را در این رابطه دارد. قانون مجازات آلبانی احکام زندان برای تبلیغ جنگ و کارهای تروریستی دارد. سازمان مجاهدین توسط سرویس اطلاعاتی ایالات متحده به آلبانی منتقل شدند و به عنوان یک سازمان جاسوسی و تروریستی علیه ایران استفاده قرار گرفته می شود و سناتورهای افراطی آمریکایی مانند جان بولتون و جان مککی محافظت یا حمایت می شوند. همینطور توسط بعضی از مقامات آلبانیایی حمایت می شوند. مجاهدین خلق قوانین آلبانی را نادیده می گیرند. و پلیس در آخر گزارش به یک مورد دیگه اشاره میکنه که داره به صلاح نمونه میاره، میگه حضور کوزوهای جهادی و تکفیری که در سال 2011-2013 در آلبانی بودن مردم رو به جهاد علیه سوریه دعوت میکردن، سپس همین گروه به سازمانهای تروریستی مانند داعش یا جبهه النصر پیوستن. پایان گزارش پلیس. این نکته که من خوندم گزارش بود که پلیس در این رابطه برای سایت فاکت‌چک فرستاده بود، اما اون تحقیقی که خود فاکت‌چک انجام داده و وضعیت گزارش از فرقه رجوی در آلمانی تهیه کرده که همزمان در ادامه همین زمینه هستش، من برای تو اینم تقریبا سعی میکنم خیلی خلاصه‌تر بخونم، اما همتون اگر کسی بخواد من اینو به طور کامل و از زبان آلبانی به آلبانی به فارسی که انتشار دارم در وبلاگ عیاران وجود داره. آدرس وبلاگ عیاران بگی، چون اون دوتا عکسی که فرستادید وقتی لینکش رو کلیک میکنم میره رو همون صفحه خارجی مال اون عکس ها فقط. بله اون سایت آلبانی هست. عیاران بنویسن، حق مثلا بتونم میخوام بنویسن محمد کریمی یا عیاران بلا فاصله میاد، یعنی تو گوگل هر کجا که تایپ کنن بلافاصله. اما باز من همینجا سایت وبلاگ عیاران الان برای شما آقای سرودی فرستادم که همتون رو خواستن ببینن. چشم. اسپلش رو اگه بگین خیلی بهتره. www.https. نه اونا رو نمی‌تونید. پس اول با اسم شما شروع میشه. محمد کرمی. نقطه وردپرس نقطه کام. آها خب این یک کمی مشکله، برام لینکشو بفرستید تا پخش کنم، چون این وبلاگه. بله خیلی ممنون. دوستان عزیز، آقای محمد کرمی صفحه فیسبوک دارن، خیلی هم ریسپانسیو هستن، جوابگو هستن. دیدم یه جایی نوشته بود از کسانی که عکس های خودشون رو نمیذارن دوستیشون رو نمیپذیرم. چجوری شما میتونی ثابت کنی که سوربی عکس خودش رو گذاشته یا عکس یه نفر گذاشته پشت اون عکس قایم شده؟ خب این شیوه های مختلف داره. خب تو فیسبوک که وارد بشه متاسفانه یا خوشبختانه فیسبوک تنها جای بیدر فیکری هستش که یه نظری به کارکرد و فکر رو هم آشنا باشه وارد بشه میشه تشخیص داد که این فرد حقیقیه یا جماعت، اکثرا جماعت فرقه رجوی هستن یا اونایی که دیگه تو کپشن هست با اسمای مختلف میان که میخوان بدونن ما چیه. ما که همه چیز ما رو هستش، هیچی مخفی نداریم، اما شیوه های مختلف هست که تو فکر میشه تشخیص داد وارد شد چک و کنترل کرد که این افراد حقیقی هستن یا جماعت فرقه رجوی هستن. بسیار عالی. بعد من الان آدرس وبلاگ عیاران هم برای همتون فرستادم که اگر شما لطف کنید نشون بدید، با عکس خودم هستش که در حال خندیدن هستم. بسیار عالی. بله خب بفرمایید شما. البته شما اون وضعیت کنونی فرقه رو به اصطلاح زیاد در مورد صحبت نکردید و رفتید اون بحث دوم رو جواب دادید. حالا به اون قسمت هم میاد، چون که این دوتا گزارش هم میخوام بعد بیام وضعیت کنونیش رو
تقریبا بعد از جنبندی آخر جنبندی این دو تا مقاله میخوام توضیح بدم که خیلی مرموزتر بشه برای هموطنان. بله بفهم. و گزارش دوم که از وضعیتیه که خود این سایگه این روزنامه این رسانه خودش تغییر کرده نوشته تا این تاریخ 2745 این طبعه ایرانی در چند سال گذشته در قلمرو جمهوری آلبانی زندگی میکردن. این افراد اعضای سازمان مجاهدین هستند، غالبا به عنوان مخالفان ایرانی شناخته میشوند. بعد ادامه میده پیامدهای امنیتی داخلی برای ما ایجاد میکنند، زیرا این افراد عمیقا تلقی شده از بخشی از ساختار نظامی بودند، در جنگ با ارتش و اعمال تروریستی بسیاری شرکت کردند. بعد توضیح میده که سازمان مجاهد یک گروه انقلابی مارکسیست اسلامی است که در سال 1965 تأسیس شد. با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده معلوم میشود که در تاریخ 6/1/2018 یک ایرانی به نام احسان بیلی از اعضای سابق مجاهدی که از سازمان جدا شده در تیرانا زندگی می کند توسط برخی از اعضای سازمان مجاهدی تهدید به مرگ شده که در اداره پلیس ثبت و شکایت کرده. در تاریخ 9/2/2018 ببخشید گفتین اسمشون احسان بیلی؟ بله آقای احسان بیدی در تاریخ 1/6/2018 جماعت فرقه رجوی تهدید به مرگ کرده بودنش. بله بله دوستان عزیز با ایشون هم مصاحبه کردیم، ویدیوشون موجود هست. بعد در تاریخ 9/2/2018 سه تبعه ایرانی یعنی آقای بهمن عظیمی، سعدالله سیفی و منوچهر عبدی که هر سه در برنامه تلویزیون اینجا شرکت کردن، ویدیوهاشون هم وجود داره، از اعضای سابق این سازمان که ساکن تیرانا هستن چند بار توسط اعضای مجاهدین تهدید به قتل شدن که به اداره پلیس شکایت کردن. همینطور میگه در تاریخ 12/2/2018 کانال تلویزیون مصاحبه سه تبعه ایرانی اعضای جدا شده مجاهدین را در تلویزیون پخش کرد که اظهار نظر خود را در برابر ایدئولوژی حاکم بر این سازمان تروریستی پرده برداشتند و پشت ساختن که اعضای جدا شده در عراق به قتل می رسیدن. و در ادامهش میگه که به دنبال اقدامات و رفتار شهروندان ایرانی که در حال حاضر از این سازمان جدا شده اند دلایل کافی و قانع کننده برای سوء زن قرار گرفتن این شهروندان یعنی اعضای جدا شده همانند وضعیتی که در عراق اتفاق افتاده و به قتل رسیده اند وجود دارد. مجاهدین در دوران انقلاب اسلامی فعال بودند، یعنی همون اول انقلاب ایران میگه. در سال 1981 مسعود رضوی به فرانسه فرار کرد و شورای ملی رو تشکیل داد. در سال 1986 مجاهدین ارتش ملی آزادی ایران رو در عراق تشکیل دادند و علیه ایران در کنار صدام مبارزه میکردند. در سال 1990 مجاهدین اردوگاه آموزش متعددی در عراق داشتند و عملیات های متعددی علیه ایران انجام میدادند. در سال 97 مجاهد در لیست سیاه ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی وارد شدند و سپس به لیست های اروپایی و کانادا افزوده شدند. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 مشی استراتژیکی تغییر داد و به تدریج ترورها را رها کردند و در سال 2003 پس از حمله آمریکا به عراق مجاهدین تحت کنترل قرار گرفتن و همه در اشرف جمع شدن. بعد اشاره میکنه به درگیری هایی که در عراق سازمان داشته. قبل از اون میگه که در سال 2000 در 23 ژانویه 2009 لابیگری هایی که کردن در بریتانیا مجاهدین به کمک لابی ها از لیست تروریستی اروپا خارج شدن. در 28/7/2009 نیروهای امنیتی عراق وارد اردوگاه برای نصب یک ایستگاه پلیس شدن که مجاهدین به خشونت کشوندن و عراقی ها مجبور شدن که درگیر شدن. در نتیجه 8 نفر کشته و 10 نفر زخمی و 36 نفر دستگیر شدن. همچنین در تاریخ 15/12/2009 نیروهای عراقی تلاش کردن که ساکنان اردوگاه اشرف را به عقب برانند اما مجاهدین مخالفت کردند و خشونت رو آوردند و نیروهای عراقی مجبور به عقب نشینی شدند. نیروهای عراقی در 8 آوریل 2011 تلاش کردند بخشی از اردوگاه اشرف را بگیرند
در نتیجه درگیری با نیروهای عراقی 34 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. ادامه میده میگه مجاهدین پس از مذاکرات بسیاری قبول کردن که از اردوگاه اشرف و اردوگاه لیبرتی منتقل شوند. این افراد که پناه داده شدند در چارچوب کمیشنری عالی پناهندگان به طور عمده در مناطق تیرانا به سمت دوره جا داده شدند. از آخرین اطلاعاتی که به دست آوردیم آنها در روستای مقنزا یعنی تقریبا میشه 40 کیلومتری تیرانا یا 25 کیلومتری دوره است جا داده شدن. از آخرین اطلاعات به دست آوردیم آنها در دوست و مستقرن در حال ساختن محیطهای خود هستن و اکنون در چادر هستن و تعداد افرادی که در این اردوگاه یعنی در همون تفکیدهایی که من قبلا تو مصیبی از مصابه به طور مفصل توضیح دادم که تفکیدشان کردن به این دوستای محمدزا حدود 1500 نفر مجاهدین در اون منطقه هستن که یک منطقه خریدن خارج روستا به وسعت 32 هکتار میشه. بعد ادامه میده همچین طبق اطلاعات به روز شده تعداد اعضای سازمان مجاهدین از نظر وضعیت شهر دیره تعداد 2745 نفر مجاهدین وارد آلبانی شدن که از آن 1500 نفر حضور دارند. 11 نفر از این افراد فوت کردن، 80 نفر با هماهنگی و اجازه دولت کشور رو ترک کردن، 65 نفر به طور غیرقانونی خارج شدن، 124 نفر اعضا سازمان مجاهدین شده شدن. از زمان اقامت یعنی میگه از زمانی که در کشور ما اقامت کردن حدود 124 عضو سابق مجاهدین از این سازمان جدا شدن، زیرا آنها مخالف ایدئولوژی این جنبش فرقه‌ای هستند. اخیراً اعضایی که سازمان مجاهدین را ترک کردن مورد انواع تهدیدها قرار گرفتند. به آنها برچسب‌های ناپذیری با عنوان خائن جاسوس در سفارت ایران عنوان می‌کنند. این هم موضوعی بود و مطلبی بود که رسانه پاتویت نوشته بود. و سومین موردی که باز فرقه باعث شده فرقه رجوی به اصطلاح جوش و خروش بیفته و میخواد این مسئله رو کم رنگ کنه مورد همون اشاره قبلش اشاره کردم مورد اصطلاح مصاحبه بود که آقایان عبدی و آقای سیفی آقای بیلدی انجام دادن با تلویزیون سراسری تاپ چنل. از اونجایی که الان به اصطلاح شرایط فرقه رجوی در آلبانی برای مردم آلبانی داره روشن میشه، یعنی به رسانه های عمومی رسانه های سراسری از تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده و به خانه مردم داره میره، خیلی از مردم آلبانی از اون عیب ماهیت فرقه رجوی بردن و به همین خاطر فرقه رجوی خیلی تلاش کرد بتونه تلویزیون تاپ چنل بخره به هر شکلی که با تحقیق با طریق لابیاشون با خیلی سوی دیگه موفق نشدن و به شدت به دست و پا افتاده فرقه رجوی در آلبانی. با عرض معذرت و به همین خاطر تلاشای بیهوده‌ای که داره میکنه که همین در عید نوروز میخوام یک سری از مواردش اشاره کنم که جولیانی آورده بود و یک سری اون به اصطلاح با مهمونان آلبانیاییشون به قول خودشون یا همون لابیهای آلبانیایی فرقه رجوی با اونا ملاقات داشته، چون اینا که به سراغ آقای جولیانی داشت توجیهشون میکرد که باید حامی فرقه رجوی باشن که اون عکساشون هم اینجا نشون میدم. تقریبا این افراد همه دارن یک حرفی میزنن. من تو پرانتز بگم که تو اخیراً دو ماه قبل بود که دو تا تلویزیون محلی یعنی تلویزیون استانی مال تیرانا با همین دوستان مصاحبه انجام داده بودن که یکی از تلویزیون‌ها رو قبل از که برنامه رو پخش کنه تونستن بخرن و اون تلویزیون پخش نکرد. تلویزیون دوم که پخش کرده بود وقتی که خریدنش مجبور شد که از روی یوتیوب و از روی سایتشون برداره که تو اون دو مورد موفق شد و بقیه موارد تلقان موفق نشده هر کاری هم کردن. و وقتی که دید تو این رابطه شکست خوردن به اجرالله سراغ مواجه بگیران آلبانیایشون افتادن که اینها را دعوت بکنن به این سخنرانی و بخون اینجا سخنرانی بکنن که آقا
شماها بیایید به اصطلاح هرچی باشه این افراد آلبانیایی هستن و از چهره های سیاسی سابق که سوختن به نوعی که توی یکی از این برنامه ها همین یکیشان رو معرفی کرده که حال مجدد اونجا بهش اشاره میکنم، الان اینا رو وارد کرده که اینها بیا شروع کنن صحبت کردن. اگه بخوام چیز کنیم این عکس های 4 و 5 و 6 اگه آقای سوربی شما نشون بدین من به ترتیب توضیح میدم که محور صحبت اینها تقریبا یک چیزه، یعنی من دورشون خط زیرشون خط قرمز کشیدم که میگن که شما اکنون بخشی از ما هستین، شما بخشی از آلبانی هستین، شما در آلبانی سرزمین خودتون دارید، شما اینجا خونه دارید خودتون، منظورشان همون 32 هکتار زمینی که خریدن در روستای مهندسا که اینا میخوان به اصطلاح با اثر این مواجب بگیران خودشون به اصطلاح سفید کنن. یکیش مثلا آقای عکس شماره 4 آقای پاندلی مایکو که نخست وزیر پیشین بود و سازمان به خاطر که نشون بده که این الان باز در مسند قدرت آمده نوشته وزیر ارشد در دولت آلبانی، در صورتی که الان هیچ گونه چیزی نداره. چرا؟ به این خاطر که 5-6 ماه پیش بود فکر کنم که من در همین تلویزیون که صحبت کردم فرقه رجوی با این آقای که به صورت اپوزیسیون دولت بود یعنی آقای ردی آما با اون مستر که الان نخست وزیر هستش، این آقا اپوزیسیونش بود و با سازمان وارد یک بدوبندی شده بودن، میخواستن مرحله توطئه بکنن که اونو برکنار کنن که باعث شد آقای جان مککین بیاد اونجا و گوش همشونو بگیره و این آقا را از ریاست حزب هم حتی برکنارش کردن. این فقط الان نون اون که قدیم نخست وزیر بوده و رهبر حزب جمهوری خواهان آلبانی بوده داره اون نونه میخواد. اما فرقه رجوی آمده نمیشه وزیر ارشد در دولت آلبانی. همونطور که هم مثلا تو عکس میبینن این آقا اومده داره به اصطلاح برشون سنگ تموم میذاره، یعنی سنگ تموم به خاطر پول زیادی که به خودش و خانمش تحت عنوان هدیه‌های مختلف میدن دیگه، میگه شما اکنون بخشی از سرزمین ما هستی، بخشی از ما هستی، بخشی از آلبانی هستی، من و همسرم خانم آلبانی رو خانم رجوی رو از خانواده خودمون میدانیم، شما اکنون در آلبانی سرزمین خودتون داری، شما اکنون در آلبانی خانه خودتون داری و از این دست گلایی که به اصطلاح بهش گفتن و باید تکرار بکنه. به نظر میاد یک کاغذ گذاشته بودن جلو همشون چون همشون همینو خوندن یا همشون همینو گفتن. دقیقاً همین به همین خاطر من عکسای که چیزا از این عکسا رو از سایت مجاهد من برداشتم، اینا از سایت این تیتر تو سایت مجاهد، سایت رسمی سازمان مجاهدین که بزنه جان فرقه رجوی، همین تیتر که بزنه رهبر جمهوری خواهان آلبانی آقای حتمی تیمیو کرد آن رهبر شده، قبلا اون آقای نخست وزیر بودش که برکنارش کرد آقای جان مککین، الان اون آقا قبلا وزیر دفاع بودش، این الان شده، اینم هم باز میده همون حرف داره به نوعی میزنه، اومده باز اینم هم همون حرف میزنه و اشاره میکنه به آقای جولیانی. خب آقای جولیانی رئیس همه شونه در اونجا، چون که آلبانی مستعمره آمریکا هست و هر کدوم از آمریکایی که میان اونجا برای صحبت کردن اینا تا کف زمین در مقابلش خم میشن، اونا هرچی بگن اینا میگن چشم. همونطور که آمد گوشی گرفت از رئیس حزبی هم این آقا رو که برکنار کرد قدر. همونطور که میریم آقای مدیو که رهبر حزبم هستش باز همین حرفانی که میگه همه احزاب و آلبانی یک اتفاق نظر دارن، هم این است که ما باید برای آزادی عمل مجاهدین در آلبانی اقدامات بیشتری انجام بدهیم، سنت آلبانی ها مهمان نوازی. و در آخرش میگه که شما در آلبانی سرزمین خود و خانه خودتان را دارید، ما از شما و آلمانتان حمایت میکنیم و هرگز تسلیم نشوید. و کی میخواد تسلیم بشه در آلبانی؟ آقای کرمی رابطه دولت ایران با دولت آلبانی چگونه است؟ چون وقتی که یه دولتی یه گروهی رو که به اصطلاح ارتش آزادی بخش تشکیل داده، از جور تا اینا که دیگه ارتشی ندارن با جارو و نمیدونم تیه و اینا رژه برن و ادعا میکنه که اون حکومت رو میخواد بیاره پایین، به اصطلاح اینها رابطهشون قطع میشه؟ اگه سفارتی داشته باشن، کنسولگری داشته باشن،
اونا رو صدا میزنن و میگن چرا به اینا پناه دادید، ولی شما اون حرفی که زدی که اینها دست نشونده و مستعمره آمریکا هستن، این به اصطلاح همه چیز رو تکمیل کرد. ولی میخوام اینم رابطه دولت ایران با اینا چیه، یا اینکه دولت ایران چون اینا از مرز عراق رفتن بیرون خوشحالم هست و میگه دیگه اینا حالا 60 سالشون هر کدوم دیگه اصلا امکان این که بیان به دروازه های ایران هم برسن نیست. چی فکر میکنید در این رابطه بین دولت های ایران و آلبانی؟ همینطور آقای سلیمان، همون تو گزارش پلیس که من خوندم در یک جا اشاره میکنه خود پلیس که میگه اینها در قوانین آلبانی دارن چیز میکنه. من الان دوباره اینو میخونم، اینجا پلیس به نوعی به این مسئله را اشاره کرده. من از اون بیارمش اینو اینجا. بله، اینجا میگه سازمان جهادگرای ایرانی که نام مجاهدین هفت فرقه رجوی شورای ملی مقاومت از سال 2003 در آلبانی حضور دارن، از آلبانی خواستار حملات تروریستی و کارهای خشونت‌آمیز علیه ایران هستن. در نتیجه آلبانی قوانین خودش را در این رابطه دارد. قانون مجازات آلبانی، احکام زندان برای تبلیغ جنگ و کارهای تروریستی. خب شما اشاره میکنید که دولت آلبانی، خب دولت آلبانی از اونجایی که یک دولت دستوشنده، اونم به دوره دستوشنده آمریکا هسته، خب اینا به لحاظ سیاسی قانونا، چون که همه جا اعتراض شده میکنن، همونطور که در تو عربستان یا بعد از کشورها که یا در همون فرانسه که اجازه میده اینا برنامه های اجرا میکنن تو این چیزا، موزگیری میکنه وزارت خارجه ایران، قاطعا اینجا هم موزگیری میکنه. اما ارباب، مسئله بحث اربابه. وقتی که ارباب آمریکاست، خود پلیس داره میگه آقا اینها رو سیستم وزارت، سیستم سازمان اطلاعاتی آمریکا آورده اینجا، یعنی کسی دیگه دستور داده آوردنش. البته مسئله دستور... فقر آلبانی هم هست، فقر که باشه فساد هست، رشوه میدن. بله بفرم. بعدش متاسفانه تو آلبانی که به این بابت ها که وحشتناکه، خود پلیس هم قید میکنه که بعضی از این سیاست بازان، سیاست مدارهای آلبانی رو که به غیر رجبی تونسته بخره، همین آقای اپوزیسیون و نخست وزیر سابقشون رو مجاهدین اساسی خریدن. همون توطئه‌هایی که در عراق میکردن توسط این مخاطب بر علیه دولت انجام بدن که به شکست انجام میده، یعنی دولت فعلی سری جنبید و به آمریکا اعتراض کرد و حکم اخراجشون داده بود که باعث شد آقای مکین بیاد آلبانی و سازمان مجاهدین از پای تخت، یعنی از تیرانا که تقریبا 7-8 محل بهشون دادن، همه رو ازشون بگیرن، حتی پایگاهی که پادگان ناتور که در اختیارشون بود همه رو ازشون تحویل گرفتن و به اون دوستا تبعیدشون کردن، یعنی بیرونشون کردن همه. اما نمیشتون که ارباب نمیذاره. عذر میخوام، یکی از دوستان آقای کوروش زرابی که ممکن شما به اسم رضا زرابی بشناسید، نوشتن اسم این شخصی که در تلویزیون مردم صحبت میکنند محمد کرمی است و زندانی سیاسی سابق است. چند ماه پیش وقتی ایرج مستاقی در ویدیوش من را به چالش کشید، من در مورد پیشینه سیاسی او در گوگل جستجو کردم. در نتیجه این جستجوها متوجه شدم که او در زندان زندانیانی را مورد شکنجه قرار میداده، از جمله محمد کرمی. این بود که در دفاع از خودم و این گونه زندانیان و همین شخص محمد کرمی ویدیویی تهیه کردم که هزاران بار دیدار داشت. شما نظرتون درباره این صحبت آقای زرابی چیه؟ من جواب آقای زرابی در همون مقاله‌ای که نوشتم دادم، چون که این آقا میخواد، اولا که زمانی که من زندانی بودم من زندان همدان بودم، زمانی که من دستگیر شده بودم من در زندان همدان، آقای مساقی دستگیر نشده بود. این آقا داره دروغ میگه که ایرج مساقی منو شکنجه کرده. من در همدان بودم، بعد در 7 بهمن من از زندان همدان فرار کردم، آقای ایرج مساقی بعد از سال 60 دستگیر شده. این آقا یه آدم پلاش کلاهبردار، اگه من میخوام حرفمو بزنم من دقیقا این آقا را جوابش دیر و تون مشخص کنم. آقا شما یادم کلاش کلاهبردار هستید، شما نمیدید از این سو استفاده کنید بر علیه آقای مستاقی. من انتقادات مشخصی به آقای مستاقی کردم
و هر گونه انتقادی هم بهش کردم تا از آن محترمانه پذیرفته، هیچ وقت نه توهینی کرده نه، اما به این آقا که من واقعیتی که در مقابلش گفتم به خواش بر خود آمد نه توهین کرد، من جوابش چیزی ندادم. اما جواب آقا رو من در مقالم که بهش گفتم جوابش دادم. نمیشد شما از ایشون سوال کنید نتیجه تحقیقشون چی بوده، کجا بوده؟ و متاسفانه اینترنت این مشکل هست که من امروز میتونم بنویسم آقای کرمی جاسوس، حالا این هر جا پخش شد بعد وقتی یکی بیاد بگه جاسوس نیست دیگه نمیره ببینه این کجا پخش شده همه رو جمع کنه. این یکی از اشکالات همین برنامه ها است. من در برنامه خودم هم در رابطه با آقای زهرابی میخوام صحبت کنم، چون ایشون راجع به رضا شاه و قیمت دلار و اینها یه چیزایی گفته که اصلا صحت نداره که یک دلار برابر با یک ریال بوده. اصلا اون دوره توی ایران شاهی و سناری و دهشاهی و اینها بوده. در صورت من خیلی خوشحالم از این تحمل شما که اولا بارها گفتم این شهامت و شجاعت شما که از سازمان مجاهدین نترسیدید با اون تهدیدایی که شدید، عکسایی که شما رو کتک زدن، دماغتون خون آمده و صورتتون مجروح شده و اینها موجود است و با همه اینها میان صحبت میکنید. و بیشتر ممنونم که وای میسید اگر افرادی هم مثل آقای زرابی میان اینجوری به اصطلاح حمله میکنن شما باز جواب میدید. از آقای زرابی هم میخوایم که مقداری تحقیقاتشون رو بیشتر کنن، چون این مسئله‌ای که حالا ما بگیم آقای مصداقی شکنجه‌گر بوده مشکلی رو حل نمیکنه، فقط خودمون مجانی هی داریم مزدور برای جمهوری اسلامی درست میکنیم. خود دوستان آقای زرابی، من وقتی که رفتم گفتم بابا سیزه به در ماجراش اینه، نوشتن سربی مزدوره، این کارو میکنه که پول بگیره و ایشون خودش هم باور داره. در اصل ممنونم چون ایشون نوشته بود من خوندم، شما هم پاسخ دادید. بعدم اگه وقت کنید به دوستانی که روی فیسبوک آمدن زحمت کشیدن پاسخی بدید ممنون و متشکرم. حدود 12 دقیقه به ساعت 2 مونده، اگر لطف کنید صحبتایی رو که دارید یه مقداری به اصطلاح خلاصه بفرمایید. هنوز چند تا عکس دیگه هم موجود هست که هر وقت بگید من نشون میدم. بفرمایید. من فقط یه جمله اشاره کنم. من مقاله که در تو آقای رضا زرابی توضیح دادم مختصر و مفید و خیلی تیز و واضح، من الان آدرس به سایتمون اینجا نوشتم آقای رضا زرابی دست خط کوتاه مثل خودتون جوابم، چون این از نزدیک 20 ساعت من در زندان‌های مختلف مصاحبه کردم، توضیح دادم در این تلویزیون، آمده فقط یک جمله 5 کلمه انتخاب کرده، اونم میخواد بالاخره یک فرض یک چیز کنه، از این میخواست رو استفاده کنم، منم جوابش چیز دارم. اگر همه کنم خواستم میتونم به وبلاگ من مراجعه کنم، من الان اینجا رو فرستادم، اما چون که من بحثم فردی با این آقا نیست، همه کنم خودشون میتونم مراجعه کنم و جواب این آقا رو بگیرن که براش میدادم. خیلی ممنون آقای سوربی. و من عکس شماره 7 بعدی میخواستم نشون بدم که در رابطه با این فرقه رجبی، خانم جیرانا دبیر کل روابط بین‌المللی پارلمان اروپا به اصطلاح مال ایران است. این خانم یکی از مواجب بگیرانشون هست که باب اینم اومده میگه شما اکنون بخشی از سرزمین آلبانی هستید، شما برادران و خواهران ما هستید، ما بسیار خوشحالیم شما در آلبانی حضور دارید. بعدش از طرفی دیگه به خاطر رفتن اسم فرقه رجوی در لیست سیاه تروریستی دولت آلبانی که بالاخره بعد از این همه نامه‌نگاری که در این سالیان ما انجام دادیم و ملاقات‌های مختلفی که با مقامات آلبانی داشتیم از یک طرف و نامه‌نگاری‌های خانواده‌ها و روشنگری‌هایی که دوستان در آلبانی انجام دادن، بالاخره فرقه رجوی رفت در لیست تروریستی آلبانی. خب از این فعالیت‌هایی که ما انجام دادیم، از آن شرایط آلبانی برای فرقه در واقع شده جبهه جنگ اولش، یعنی خط معتم جبهه با جدا شده ها. این هم بخاطر این عمل کرده و کار فعالیت هایی که توی این مدت بچه ها داشتن، خانواده ها داشتن، ما داشتیم و دوستان من در آلبانی داشتن و در واقع داره الان نفرات علمان تهدید میکنه که میگه آقا شما رو چی میکنه؟ همه آقای بیت المشعل که داشت با یک ساعت پیش داشت مصاحبه میکرد، وقتی که این اولین مصاحبه من با این آقا انجام دادن، سازمان اومد درون تشکیلاتش همه به چیز کرد که آقا باید بین همه بر علیه مالک بیت المشعل موضع گیری بکنن.
بچه همه میشناختنش، کسی حاضر نشد زد یکی حتی جدا جدا های خود فرقه که در آلبانی هستن نفرات خودش هستن اونها هم حاضر نشدن چیزی بنویسن. اونها ما اینو میشناسیمه چطور بریم بر علیش بنویسیم که این مزدوره؟ فقط سایت خودشون یعنی این فرشته یگانه و امبولانسورش که تو سایت میچرخان اونا رو بهش گفتن. یعنی شرایط فرقه رجعه در آلمانی الان یکش این شده که جدا شده ها رو به هر شکلی که همون شده اولا اینها رو به هر شکلی بیاد بچسب کنه و هر انگای مختلف بچسب کنه بهشون بگه اینا مزدورن، مثلا اون دو تا خبر روزنامه نگار رو آورده بخواست بگه اینا مزدورن پس اومدن با اینا جدا شده ها کار دارن و میخواد به هر شکلی شده صدای اینها رو خاموش کنه به رسانه ها برسونه که آقا اینا. اما خوشبختانه رسانه های آلبانی تو اروپا فرهنگ اروپا رو دارند، میان آقا رسانه آزاد هستیم و صدای همه رو میرسونیم و به همین خاطر فرقه رجوی تو این رابطه جبهه اولش اونجا چیده و علنا داره تبارد درگیری با نفرات میشه، میخواد درگیری فیزیکی انجام بده که خب اونجا الان رفتن به دولت هم اشاره کردن و این چیزا که دولت تو جریان هستش و داره پیگیری میکنه. من با اونجا که وقتم خیلی مختصر توضیح دادم و یک موضوع دوم کوتاهی که باز من لینکشون نوشتم که اون عکس شماره 7 و 8 هستش، من نوشتم تیترش به همین شکله. آقای سوال مدام شما سوال چیزی ندارید؟ من دارم مختصر عرض میکنم. نه خیر، من دارم عکس شماره 7 رو نشون میدم که آقای جولیانی هست. من نوشتم تیتر تبریک به اعضا و کادرها و هواداران سازمان مجاهدین خلق آمریکا. حالا چرا من گفتم آمریکا؟ خب قبلا سازمان مجاهدین خلق ایران بودش، پس از به درک واصل شدن مرحوم مسعود رجوی این فرقه بی صاحب بوده، روی دست بیوه رجوی مونده بود، یعنی مریم غزل ارسلان. الان صاحبی برای خودش پیدا کرد شخصا کسی نیست بجز روزی جولیانی آمریکایی که خود فرقه تو عکس شماره 7 ایران هم مثلا پایینش نوشته آقای رودی جولیانی مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت سایبری و شهردار سابق. این سابق مجاهدین خیلی استفاده میکنن. این آقا مثلا داره اینجا همون توی دایره قرمزه که مربعه که من تو این عکس نوشتم اینجا میگه وضعیت کلی در ایران و قیامی که در ماه ژانویه صورت گرفت تلاش‌های شما و دوستان شما بود. ما کسانی را بر اشرف و لیبرتی از دست دادیم. آقا این ما کی هسته؟ کی داره میگه ما؟ آقای رودی جولیانی مشاور رئیس جمهور آمریکا میگه که ما کسانی را در اشرف و لیبرتی از دست دادیم، افرادی را در عراق از دست دادیم و فداکاری های صورت گرفت، حتی نمیتوان چند نفر در نمیدانیم که چند نفر در ایران جان باختند اما میدونیم برای آزادی جان بختن، آنها در ردیف قهرمانان آزادی ایران جای میگیرن. خب آقا این آقا چه ردی داره به سازمان مجاهدین؟ سازمان مجاهدینی که ضد امپریالیست آمریکا بود، الان این آقا آمده میگه ما کشته دادیم در عراق، در اشرف، در لیبرتی، در فلانجا. خب آقا یکی از سران جدیدشون این آقا ترکم پیداش به همه کارشونه، تو هر جا برنامه از آقا میفتید دیگه علمی مز علنی تر موضوعگیری که این آقا کرده اینجا هست. یا تو عکس شماره 8 نشون بدید آقا اینجا هم باید اومده در تصویر از شهدای قیام ایران در زمان سال تحویل اومده از این عکس داره تجلیل میکنه این آقا. آقا این آمریکایی یا ایرانیه؟ پس ما نتیجه میگیریم که آقا این سازمان مجاهدین شده سازمان مجاهدین آمریکایی و این آقا هم کسی نیست جز آقای جولیانی، چون همش میگه ما خودش جز این سازمان میتونه، یعنی یکی از سران این سازمانه، چه به لحاظ حمایت چه به لحاظ خطوط همه کارشون هست. توطئه‌ای هم که دو نفر بازنشسته رو گرفتن توطئه‌ای بود که مریم قجر با شوهر چندومش نمیدونم آقای جولیانی باشه با اون انجام دادن. خب فکر کنم آقای سرزاد من فقط یه نکته رو یه جمله بگم اگر شما امر داشتید بفرمایید. نکته مهمه که در مراسم امسال وجود داشت در سال تحویل سال 1397 نوشته کلمه سرنگونی که در سال تحویل سال 1996 جد هفتین سفره مجاهدین اضافه شدود به سلامتی رهبر جدیدشون این سینه سرنگونی از سفره هفتین مجاهدین پاک شد.
یعنی الان مسکین سرنگونی انسان وجود نداشت، نیستش دیگه، جز سرنگونی، جز لواح مجاهدین نیست. یعنی اگر موضع‌گیری ها و سخنرانی هاشون گوش کرده باشن همتون در عید نوروز، هیچ بحثی از سرنگونی نیستش، مسکین سرنگونی پاک شد. خب با عرض مذر و هموطنان عزیز، آنجایی که وقتمون تموم شد و یک سری موضوع هست که انشالله در برنامه های بعدی خدمت هموطنان ما خواهیم رسید. آقای صادقی شما اگر امری سوالی دارید بفرمایید. من ممنونم از شما. فقط در جواب آقای زرابی نوشتم در اینترنت و گوگل شما میتونید مقاله‌ای پیدا کنی که ثابت میکنه کره زمین صافه. خب پس میتونی بگی آقای مصداقی چیز شکنجگره، چون تو گوگل بوده، بعدم تصور کنی که کره زمین صافه. در صورت خواهش میکنم از شما دوستان که با هم مهربانتر بتونید صحبت کنید و اگر بحثی چیزی هم هست اینها رو بتونیم به بینندگان منتقل کنیم. من برای شما سال خوبی آرزو میکنم، امیدوارم در برنامه‌های آینده شما راوی و گویای خبرهای شاد و بهتری باشید. خیلی ممنون که با ما بودید. خیلی ممنون. همچنین با تشکر از همتون عزیزم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای محمد کرمی بودیم از پاریس. اگر شما پرسشی دارید یا نظری دارید، هم با خودشون مستقیما میتونید تماس بگیرید، هم با تلویزیون مردم، هم با کانون آوا، هم با تلفن ما. و من فکر نمی کنم سازمان مجاهدین هیچ کسی بتونه باهاش تماس بگیره، نظر بده، در برنامه‌های زنده شون به صورت زنده کامنت بذاره. خود این نشون میده که اونها آیا واقعا آزاد طلب هستن یا فقط ادعای پوشالی و توخالی است. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه‌ها رو پی میگیریم و دنبال میکنیم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. برنامه‌های کانون آوا جمعه ها ساعت 2 بعد ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا، و فکر کنم از هفته آینده این دوستان هم ساعتاشون عوض میشه و اینها درست میشه، ولی ما اساس اینجا هست، واشنگتن، ساعت 12 ظهر. خیلی ممنون که با ما بودید.